بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و وقت بخیر خدمت همه آرادی های عزیز. امیدوارم که هر جای دنیا که هستید حال دلتون خوب و خوش و عالی باشه. خب بریم بپردازیم به یک جلسه دیگه. امروز همونطور که قولشو دادیم یه سفت صد در رابطه با بحث تجارت و صادرات خواهیم رفت. خیلی از بزرگواران این دغدغه رو دارن که آیا واقعا از پس تجارت و صادرات برمیان یا نه، داستان از چه قرار هست و چه چیزهایی لازمه، چه افرادی موفق خواهند شد، چیکار کنیم چیکار نکنیم. یه سفت صد و امروز کامل خواهم رفت. یه مدل از پرزنت رو هم یاد بگیرید. خیلی از عزیزان در جلساتی که برگزار میشه نکات رو یادداشت نمی‌کنم. من در جلسه دو هفته پیش هم که در رابطه با پروموشن صحبت کردم تاکید داشتم که لطفاً کاغذ خودکار همراهتون باشه، نکات یادداشت بشه و مرور بشه. حتی بعضی از دوستان گزارش رسیده که چند بار حتی فیلم ضبط شده شو دیدن، چرا که مبانی سنگینه، موضوعات سنگینه و خیلی از موضوعات برای بار اول داره بیان میشه و نیاز هست که عزیزان مرور کنن داستان رو. خواهشی که دارم لطفاً کاغذ خودکار همراهتون باشه و از الان تا ساعت 8 شب در خدمت شما خواهیم بود و صرف تا صد داستان تجارت و صادرات رو با هم مرور خواهیم کرد. یه فردی وقتی میخواد تجارت کنه اولین موضوعی که مد نظر داره محصولش. بریم اسلاید اول رو دوستان بیارن. در رابطه با محصول وقتی صحبت میشه این موضوع مطرحه که خب من چه محصولی باید برای تجارتم انتخاب کنم. همونطور که میدونید یه سری مقدمات رو من عبور میکنم. تجارت چند مدل داره، چند سطح داره در واقع. یه سطحش اینه که اگر یه کالایی در واقع توی ایران تولید بشه و شما بخواید بازارش رو در همین ایران پیدا کنید و محصول رو به یک ایرانی در واقع به نوعی بفروشید، به صورت عمده نه به صورت خرده فروشی، به صورت عمده بخواید بفروشید، به این سطح از تجارت، تجارت در واقع نوع بازار داخل گفته میشه. هر کشوری وقتی یک محصولی در کشور خودش در واقع تولید بشه بخوان تو همون کشور محصول رو عرضه کنن، اون سطح از تجارت در اون کشور به نام بازار داخلی شناخته میشه. و هرگاه محصول تولید شده در یک کشور دیگه ای باشه، مثال محصول در چین تولید میشه و قرار هست از چین انتقال پیدا کنه بیاد در ایران فروخته بشه، مثل خیلی از وسایلی که میبینید، این سطح از تجارت، یعنی اون تاجری که محصول رو از چین میاره به ایران میرسونه، در اصطلاح به این سطح از تجارت واردات گفته میشه. یعنی در واقع کالا داره از یک کشور دیگه وارد ایران میشه و هرگاه کالا در یک کشور تولید بشه مثل ایران و بخواد از کشور ما خارج بشه، در واقع بره وارد چین بشه، در چنین حالتی من تاجر صادرات انجام دادم، صادر کردم کالا رو از ایران به چین. در واقع یک چینی، یک شخصیت چینی خریدار بود به عنوان مشتری من و اون فرد اگه ازش بپرسن تو چه کردی؟ تو کدوم یک از سطوح تجارت رو انجام دادی؟ اون برمیگرده میگه من واردات انجام دادم، وارد کننده این کالا بودم. اینا موضوعات مقدماتی داستان هست که خیلی از عزیزانی که اطلاع ندارن پس بدونن که وقتی صحبت از صادرات و واردات میشه یه سمت داستان یه فردی در واقع صادر کننده هست، من ایرانی صادر کننده کالا هستم و اون سمت داستان مشتری من وارد کننده کالا هست. و به این تجارت هایی که بین کشورها اتفاق میافته در اصطلاح تجارت بین الملل هم گفته میشه. بعضا کالایی در چین تولید میشه و من تاجر ایرانی کالا رو به بازار عراق در واقع میفروشم، یعنی از کشوری به کشور دیگه و من به عنوان یک ایرانی زینف هستم، به عنوان صادر کننده هستم، یعنی اصلا کالا در ایران حتی وارد نمیشود که بخوام از ایران دوباره من مجدد صادرات داشته باشم. همین کلمه من رو دقت کنید، اگر کالایی بیاد تو ایران یعنی چی؟ یعنی وارد شده و من حالا دوباره همین کالا رو صادر کنم، اینجا متوجه شدید که بهش میگن صادرات مجدد، یعنی یه جا یه بار صادر شده دوباره قرار هست صادر بشه که در اصطلاح بهش ری اکسپورت هم گفته میشه. اینا مفاهیم اولیه تجارت هست
که خوب بدونید داستان از چه قراره و حالا یه فردی قرار هست تجارت کنه. اولین سوال، اولین موضوعی که مطرح میشه اینه که خب کدوم یک از این سطوح بهتره؟ یعنی اگر یه فردی در بازار داخلی بخواد کار کنه بهتره یا واردات انجام بده یا صادرات، کدوم سود بیشتری داره، سهم بیشتری خواهد برد؟ موضوعیه که خیلی از عزیزان میپرسن که آیا در رابطه با صادرات کمک میکنه تو بازار داخل چطور، آیا تو اون هم به ما کمکی میکنه یا خیر. اینا مبانیه که صحبت میشه، بارها هم ما میشنویم میبینیم و امروز من میخوام همه اینها رو براتون باز کنم کامل، بدونید اصلا داستان از چه قراره و کدومش رو شما انجام بدید برای تو تاجر ایرانی در واقع به صرفه هست، بهینه هست، چی کار کنید. همه اینها رو امروز ما صحبت خواهیم کرد. پس بازم دارم تاکید میکنم که عزیزان کاغذ خودکار همراهشون داشته باشن. من حالا میخوام یک صفحه رو شیر کنم. با مشکل دارم مواجه میشم اینگار. خب بذارید این صفحه شیر بشه براتون که بچه ها تا فرمان ما هی تلاش کردن. درست میشه. خوب دقت کنید در راستای تجارت، پس این سه تا سطح رو اول داشته باشید به عنوان یه مقدمه و حالا میخوام برم که تجارتشو انجام بدم. خب یک تصویری برای شما میخوام اینجا رسم کنم، دقت کنید. این فرض کن این مربعی که ما اینجا میکشیم ایران هست. پس فهمیدم هرگاه یک کالایی از یک کشور دیگه، فرض کن از چین میخواد بیاد وارد ایران بشه، از هند میخواد بیاد تو ایران، مثل چای هایی که دیدید یه مدت میومد، مثل برنجی که از پاکستان میاد، از هند میاد و محصولات مختلف. هرگاه پس یک کالایی، این ایران هست و این هم یک کشور دیگه، هرگاه یک کالایی پس بیاد تو ایران، در واقع اون تاجر اگر ایرانی باشه واردات انجام داده چون آورده تو ایران و اون تاجر هندی ما صادرات انجام داده، در واقع اون از کشور خودش صادر کرده، خروج اتفاق افتاده. و هرگاه برعکس این داستان بشه، یعنی ما اگر یک کالایی رو مثل خرما، مثل بادام بفرستیم به هند، در واقع ما صادر کردیم و اونها وارد کردن، سوال پیش میاد که کدومش بهتره، صادرات، واردات، یا اینکه از خود ایران در واقع یک کالایی مثلا در بندرعباس هست در یه نقطه‌ای و قرار هست بیاد تو تهران، یعنی از بندرعباس بیاد به تهران یا از تهران بره به یک شهر دیگه، بره اصفهان، بره مشهد و در دل در واقع همین داستان بخواد تغییر پیدا کنه، چه اتفاقاتی میافته و کدومش اصلا بهتره؟ یه نگاه نگاه فردیه، یه نگاه نگاه جمعه، یعنی باید نگاه کنیم که اصلا این سوالو چه فردی داره میپرسه و آیا منظورش برای جیب خودشه یا اقتصاد کل کشور. خوب دقت کنید به این موضوع. ایران یک خانواده است، یک خانواده ای با جمعیت 85 میلیون فکر کنم آخرین باری که اطلاع دادن نزدیک 90 میلیونیم. یک خانواده 90 میلیونی در نظر بگیرید شما که قرار هست اقتصادش رشد کنه، ثروتمند بشه. این خانواده رو من میخوام کوچیکش کنم. یعنی فرض کنید الان ما توی میتینگمون 600 نفر حضور دارن، 630 خورده نفر. فرض بر این که ما یه خانواده ایم، خانواده آراد برندینگ، یا شما اگر نمیتونی موضوع رو برای خود تصویر سازی کنی، خانواده واقعی خودت، هم از پدر، مادر، خواهر، برادر، زن، فرزند، این یه خانواده برای خود در نظر بگیم، مثلا 10 نفر، 5 نفر، یه عدد. پدر خانواده خب در واقع سرپرست خانواده است. اگر شما پدر خانواده هستید سرپرست خانواده هستید و قرار هست در واقع خرج خانوادتون رو بدید به نوعی، یعنی دخل با شماست، ورودی با شماست. ورودی یعنی پولهایی که وارد خانواده شما میشه، یعنی پدر خانواده کار میکنه یه حقوقی میگیره، این میشه ورودیش، میشه دخلش در واقع به نوعی. و خروجی دست همه اعضای خانواده است، یعنی بچه کوچولوی خانواده اونم بستنی میخره، همسر خانواده اونم یه چیزی خریدهایی داره، خواهر برادر همه یه خریدهایی دارن به نوعی، درست؟ یعنی تو خرج همه هستن، تو دخله که
یکی یا دو نفر بعضن زن و شوهر با هم کار میکنن. بعضی از خانواده خیلی کم توی ایران پیدا میشه که بچه هم مثلا بگه من همچی دخل رو منم حساب کنید، منم پول میارم بابا بیا بالا تو، حالا تو تقسیمش کن. بعضن دیدید دیگه در اقتصاد ایران مثلا توی نیروگاه اگر رفته باشید، برق از نیروگاه مثلا نکا میاد به سمت تهران، از تهران توزیع میشه، یعنی همه جا برق تولید میشه میرسونن به تهران، تهران تو به عنوان پایتخت توزیع کن. اینجا تو خانواده هم حالا خیلی کم این داستان رو ما میبینیم و مرور میشه که مثلا بگن که آره فرزند خانواده هم یه کاری داره میکنه، پدر جان بیا مال تو، تو توضیحش کن. خیلی کمه متاسفانه. اما اگر این اتفاق بیفته، حالا به فرض حالا یک نفر یا دخل رو میاره یا ده نفر، فعلا با این کار نداریم، با یه بحث دیگه ما مطرح هستیم و مواجه هستیم سر این داستان که خب پولی وارد میشود. اگر این پولی که امروز تو جیب منه، یه پولی در جیب من هست به فرض 1,000,000 تومان، فرض کنم الان تو جیبم پوله، از این 1,000,000 تومان دست اعضای دیگه هم فرض کنم هیچ نیست، خالی خالی، من اگر بیام 100,000 تومانشو بدم به فرزند خودم، آیا درآمد و دارایی در واقع خانواده من افزایش پیدا کرده؟ میگیم نه، پسر من صفر بود، 100,000 تومان از جیب من رفت تو جیب اون، اون شد الان مثبت 100 و من یه منفی 100 خوردم، در واقع 900,000 تومان الان دارم. یعنی مجموع حساب کنیم باز هم خانواده من به نوعی 1,000,000 تومان پول داره. هیچ تغییر خاصی برای درآمد و ثروت این خانواده اتفاق نیفتاده. حالا اگر این فرزند من، وایت بورد رو نمیدونم دارید الان یا نه، تصویر وایت بورد یه لایک و دیسلایک بهم نشون بدید ببینم هست تصویر براتون. خب بعضی دیسلایک زد. خوب دقت کنید، بعضی لایک زدید بعضی دیسلایک، اشکال نداره من دوباره بررسی میکنم. خوب دقت کنید به این سوال، اگر حالا بچه من بره و از یه سوپرمارکتی در واقع به نوعی خرید داشته باشه، بره بستنی بخره با 3,000 تومانی که داره، دو سه تا نمیدونم الان چند تا بستنی میشه خرید، میره چند تایی برای خوش بستنی میخره، حالا این بستنی هم خورده میشه دیگه، میاد تو خونه و بستنی رو میخوره، دوباره دارایی خانواده رو دقت کنید، دارایی الان شده 900,000 تومان، چون یه 100 تومانی رفت، یه بستنی بود بستنی هم خورده شد، دارایی خانواده الان شده 900,000 تومان. بعضی الان اشک و ناراحتی اونو دارن میفرستن، دارایی شده در واقع کل اموال این خانواده 900,000 تومان، 100,000 تومان کم شده. خب اون 100,000 تومان کجا رفته؟ سوال اول اینه، اون 100,000 تومانه در واقع کجا رفته؟ رفته در جیب یک خانواده دیگه، اون سوپرمارکتی، اون بقالی که در واقع بستنیشو فروخت، این 100,000 تومان از جیب ما رفت تو جیب اونا، در واقع اون یک کالایی به ما داد، به خانواده ما داد، در واقع کالای خودش رو صادر کرد و ما به عنوان مشتری یه پولی بهش داده بودیم. خوب دقت کنید، اون صادر کرد، پول رفت تو جیب اون، ما وارد کردیم، ما جنسی وارد کردیم، جنسمون هم خوردیم، ولی از پولمون کم شد. پولمون چی شد؟ کم شده. این واردات همینطور سعی کن یا فکر کنید که داره بیشتر میشه، بیشتر میشه، بیشتر میشه، دارایی خانواده کمتر میشه، کمتر میشه، و اون خانواده ای که صادر کرده داراییش داره بیشتر میشه. همه نکته تجارت رو اگر با همین مفهوم عزیزان خوب درک کنن، میتونن کم کم بفهمن که صادرات بهتر است یا واردات. چه میخواهید؟ خوب دقت کن، پول اگر میخواهید، اون کسی که صادر میکند پول میره توی جیبش، اما این از لحاظ خانواده، اما بچه یا خانواده ای که رفت بستنی خورده اون خوشحاله، اون از وارداتی که انجام داده ناراحت نیست که میگه بستنی خوردم آخجون اصلا به من چه، حالا بابام پولش کم شده، اون داره لذت میبره. پس وارد کننده اگر از بود کشور و خانواده بخوام نگاه کنم، به اقتصاد کشور داره آسیب میزنه، اما از بود خودش میگه آخ جون خوشحاله، اون خوشحاله، اون حتی بعضن احتمال داره با بستنی که خریده بستنی رو بفروشه به خواهرش، به کی؟ به خواهر خودش.
یعنی بستنی رو خریده، خواهره خب پول از کجا گرفته؟ خواهرم باز پول از بابایی گرفته. این خواهره به این پول میده، باز بستنی تو همین کشور خورده میشه. یعنی باز هم شما خانواده رو نگاه کنید، پول از خانواده خارج شده و حالا تو هی بچرخون از این جیب این بستنی رو بچرخون، بده به بعدی، بعدی بده به بعدی، پول رفته، پول از کشور در واقع به نوعی خارج شد. این اولین موضوعی که خیلی از عزیزان میپرسن. پس تا اینجا متوجه شدید برای اون کسی که وارد کننده بوده بعضن شاید منفعت داشته باشه، اما برای خانوادهش، برای کشورش همش داره آسیب وارد میشه. لذا آرا در طرحی که بخواد به اقتصاد کشور آسیب بزنه، ولو اینکه یک فرد ثروتمند شود، اون فرد پولدار بشه، آرا در چنین طرحهایی حضور پیدا نمی کند. از شانس شما هی میخوام این سیستم بیارم، نمیدونم چرا گوگل میت جواب نمیده. این نکته اول. حالا بریم ادامه داستان. پاورپوینت رو نمیدونم، من تصویرش رو ندارم بچه‌ها، اگر دوباره شیر کنن. شما پاورپوینت رو داری؟ یه لایک یا دیسلایک؟ خب عزیزانم ندارم. پاورپوینت رو بچه‌ها تو فرمان رسان بذارید. جمعیت میتینگامون زیاد میشه. گوگل که گوگله. گوگل که گوگل هنگ میکنه. چون اصلا تو اکانت های گوگل میت برید دو سایتش، مبالغی که هست برای فروشش 500 نفره هست، یعنی کل داستان با 500 نفره ندارم، مشتری ندارم. ما رفتیم حالا اکانت های جدا سده این بهشون ایمیل زدیم، داستان شد که گفتیم آقا ما جمعیت هم از 500 تا بیشتر فدات بشم، برای ما در حق ما یه لطف کن، یه آفر، یه چیزی. داستان جدی ها میخندید شما، برید دو سایت گوگل و تعرفاشو ببینید، متوجه میشید که اصلا ندارند. و برای درخواست تای داستان که 1000 تاییه که باید از طریق ایمیل گفتم دریافت بشه و بعد حساب ارزی داشته باشی و پول براش بزنی و امثال این تیپ داستان ها بر به وجود میاد، متاسفم، یا باید بگم خوشبختانه، معلوم نیست. خب اما اصل داستان از اینجا شروع میشه. من میخوام تجارت کنم و حالا استاد یا میخوام تو ایران کار کنم، یعنی از اینجا به اینجا تای داستان، یا میخوام صادرات کنم که محصول ایرانی رو به کشورهای دیگه بفروشم. خب نکته اول، اگر تو بازار داخل میخوام کار کنم، تای داستان 95 میلیون جمعیت داریم، 90 میلیون جمعیت داریم، 85 میلیون تا 90 میلیون جمعیت ما داریم و مخاطب من محدود مشخصه، یعنی اندازه بازار معلومه تایش چند نفرن. تازه این در مصرف کننده اش اگر بتونی به همه بفروشی، تو بازار عمومی اصلا داستان کاملا متفاوته. ولی اگر نگاهم رو ایران، یعنی یک درصد دنیا به اضافه 99 درصد در واقع کنم، یعنی کل دنیا رو بخوام برای خودم داشته باشم، یه بازه در واقع 100 درصدی در نظر بگیرم، یهو یک جمعیت 9 میلیاردی رو مشاهده خواهم کرد. 8 میلیارد خوردی جمعیت کل دنیاست. یعنی خب بازار، سایز بازار، اندازه بازار برای من بزرگتر شده و هر چقدر یه بازاری اندازش بزرگتر باشه، قدرت نفوذ، کسب درآمد تو اون راحت‌تره، سریع‌تره، راحت‌تر اتفاق میفته و بارها توضیح دادم که خیلی از تجار دنبال راحتی‌اند که کار راحت‌تر پیش بره. جدا از اندازه بازار، نکته‌ای که در صادرات وجود داره، کالای ایرانی. شما الان یه قوطی آب معدنی در نظر بگیر، یا آب معدنی الان 250 سی سی، نمیدونم تو بازار چنده، یک لیتریشو در نظر بگیم، مثلا قیمتش فکر کنم 6 تومن 7 تومن نمیدونم دقیقاً چقده. شما بنزین رو نگاه میکنی، یک لیترش 3000 تومنه، یعنی خواه آزادم بخری هر چقدر خواستی بخر 3000 تومنه. یک لیتر آب معدنی که آب بخری این قیمتش میشه 6 تومن. یکی گفت استاد شنیدی ماشین الان یه دستگاهی براش ساختن که برای خودرو که آب سوزه، یعنی با آب کار میکنه. گفتم که به صرفه نیست. گفت تو آب که 6 تومنه اینجا میزنی، بنزین میزنی 3 تومن، بنزین ارزان‌تر در میاد که. گفت ای راست میگه، از این زاویه تا نگاه نکردم. گفتم شیر آب که همینجوری نمیخواد بذاری توش بیاد. اما این سری سوبسیدی که دولت داره میده دیگه، یعنی هزینه آب، هزینه واقعیش اگر بخواد پرداخت بشه، این شو در کشورهای خارجی نیست، داستان این نیست، واقعا هزینه بنزین این عدد نیست. شما در امارات نگاه کنی با اون نرخش متوجه میشه. اما دولت به خاطر یه سری سیاست‌هاش مجبوره، یعنی به صورت اجباری داره چنین آپشنی رو به
هموطن خودش در واقع میده اجباره در واقع بینید. وارد این بحث نمیخوام بشم. بحث اصلیم یه چیز دیگه است. پس یه بحث دلاره، ارزه که هر چقدر دلار گرونتر بشه، یعنی اگر این آب 10 تا آب مثلا فرض کن قیمتش بشه 1 دلار 60 تومن الان 59 خوردی و یه دونه آب اگر ما بگیم که مثلا 6 تومن ضرب در 10ش میکنیم دیگه میشه چی؟ 60 تومن. یعنی یه دلار اگر فرد پرداخت کند میتواند به فرض این 10 تا آب بخرد، دلار بشود 120 تومن. یعنی نرخ دلار یه چیز عزیزان، آب یه چیز دیگه است. الان هم توضیح میدم خیلی اشتباه برداشت میکنم تو اقتصاد. دلار یه چیزه، یه واحده. آب یه چیز دیگه است. خوب دقت کن، دلار میشود 120 تومن مثلا فرض. فردی که میگفت آقا یه دلار بده 10 تا آب بهت میدم، الان میاد ادعا میکنه تو اگر یه دلار بدی من بهت 20 تا آب میدم. ببین کی میتونه با من رقابت کنه در دنیا؟ در دنیا کی میتونه اصلا رقابت کنه؟ من یه دلار میدم بعد 20 تا، تو بری از یه کشور دیگه بخری یه دلار بده ببین چند بهت میده. دلار یه چیزه و همه کالاها یه چیز دیگه ان، خدمات ها یه چیز دیگه ان. خوب دقت کن، یکی مثلا میگه که استاد گوشی موبایل چرا گرون شده؟ من میگم گوشی موبایل گرون نشده. یعنی چی گوشی مگه گرون میشه؟ یعنی اگر یه گوشی موبایلی وجود داره عزیزان من، این قیمتش ثابته. این قیمتش بری الان رو سایت اپل مثلا چک کنی زده چی؟ $1000، $999 مثلا، یا $1200 رو بر اساس کانفیگی که وجود داره. و پارسال هم همین بود، پیارسالش هم همین بود، سه سال پیش هم همین بود. آقا قیمت بس $999، این اصلا سال میگذره قیمتش تغییر پیدا نمی کنه. مگر تغییری در گوشی موبایل ایجاد شده که قیمتش رو ببره بالا؟ میگه بله، مثلا کانفیگش رو از 256 گیگابایت بردیم روی 1 ترابایت، بله چون کانفیگش افزایش پیدا کرد، مثلا دوربینش اینجوری شد اینجوری شد، پس قیمت این مدل نسبت به این بالاتر. اما در کشورهای تورمی همچون ایران داستان متفاوته. در کشور ما کالا نکن، کالا همونا، یعنی قیافش اصلا تغییر نکرد، این گوشی دیگه گوشی ثابت دارم، تغییر نمیکنه که، گوشی ثابت. اما چه میشود قیمت تغییر پیدا میکنه؟ پول ایران کم ارزش میشود، نه اینکه کالا با ارزش شده. این دوتا فرق داره، توضیح میدم بهتون. یعنی چی پول کم ارزش شده؟ یعنی اگر بیان بگن که فلانی تو یه 100 میلیون مثلا الان یه 50 میلیون فرض کن تو گوشی موبایل مثلا آیفون 14 رو میتونستی، 14 پرو رو میتونستی مثلا دو سال پیش بخری 50 تومن. خب دو سال پیشی که اومد بیرون این گوشی موبایل نرخش بود مثلا $1000، $1200. امروز که آیفون 16 پرو هم میاد دوباره همون $1200، این دو سال میگذره بازم همونه، حتی کانفیگ بهتر میشه. خوب دقت کن، تو میری الان نگاه میکنی که ای خدا چرا گوشی من قیمتش یا بالاتر رفته یا پایینتر مثلا اومده، گوشی که همونه، این چرا قیمتش تغییر پیدا کرد؟ مگر گوشی عوض شد؟ میگی نه گوشی عوض هم نشد، تورم هم شد، نرخ گوشی گرونتر هم شد. اینو کم حذف کنیم با هم دیگه، چجوری میشه؟ تورم میشه و قیمت گوشی میره بالا، یعنی دارایی من ارزشش بیشتر شده به نوعی. ارزش کالای تو بیشتر نشده فدات بشن. یعنی تو اگر از پاتو از ایران بذاری بیرون دوباره قیمت ها همون. یعنی اگر این گوشی دست دو رو در یک کشور دیگه $600 می‌خریدن، اونجا باز مجبوری تو 600 بفروشی. یعنی اونجا نمیگن ای آخ جون بیا ما از تو دوباره همون 1200 می‌خریم. نه عزیز من شرمنده. این تو کشورهای تورمی اینجوریه. یعنی پاتو از ایران بری بذاری بیرون داستان عوض میشه کامل. خوب دقت کن، یعنی چی؟ چه اتفاقی داره در کشور من میفته؟ در کشور من داره ارزش پول کم میشه. یعنی چی؟ یعنی $1000، هزاره، عددش هزاره دیگه، عدد که نباید جا به جا بشه، عدد که بزرگ کوچیک، عدد رو مشخص کردن. من در کتابم این موضوع رو بیان کردم. مثلا میگی 1 متر، آقا 1 متر، 10 سانتی متر، 20 سانتی متر، یه عدد ثابته. مگه میشه مثلا امروز 10 سانتی متر باشه فردا 10 سانتی متر بشه 12 سانتی متر؟ همه چی به هم میریزه.
همه چیز به هم میریزه. آقا اعلام شده 1000 تومان، این 1000 تومان هزاره، چجوری قیمت این مثلا میگه آقا مساحت این یه عدد مساحت خونت مثلا میگن 100 متری، یهو واحد متر عوض میشه، یعنی یه متر فرض کن بگن که یه متر شد در واقع 120 سانت، همه چیز تغییر پیدا میکنه، همه چیز تغییر پیدا میکنه. خوب دقت کن. لذا برای اینکه یهو ملت قاطی نکنن، به هم نریزن، گیج نشن، نمیان بگم پولتو نصف شده، در واقع تو با 100 میلیونت میتونستی اینو بخری، قیمت گوشی رفته بالا، تو الان با 100 میلیون نمیتونی بخری، میتونی نصفشو بخری، در واقع الان باید بدی مثلا 120 میلیون 200 میلیون تا بتونی این کالا رو بخری. کالا ثابت بوده، فدات بشم، کالا تغییر نکرده، این عددش جابجا داره میشه، در واقع یا باید ارزش کالا رو میآوردن پایین یا اینو میبردن بالا. خوب دقت کن، اینو خوب بفهمی خیلی از موضوعات اقتصادی زندگیتون حل میشه. لذا برای اینکه مردم تشنج پیدا نکنن، مثل اینکه 100 میلیون تو بانک داری، بعد قرار باشه قیمت کالا رو ثابت نگه دارن، 100 میلیون تو بانک داری، بیدار میشی میگن که پولت شده 80 میلیون، ارور میده دیگه، شاکی میشی، میری تظاهرات، یا ای آقا پولم چه شد، پولمو خوردید. مکان برای اینکه اتفاق نیفته میگن آقا این 100شو دست نزنید، این 100شو بالا پایین میکنید، این عصبی میشه، ولش کنید، گوشی رو بالا پایین کنید، خودرو رو بالا پایین کنید، این نمیفهمه. این گیر داستان کشورهای تورمیه که شما میگی آه صد من ثابت مون، صدم 99 نشد، میگه خدای شکر صدم همون صده، اما سایر کالاها رو بردن بالا پایین کردن، پایین که چیزی نمیاد، همه بالا میره. اینجا تو یهو آرامش میگیری که خدای شکر من پولم نکن سالمه، سر جاش هست، 100 میلیون بانک چقدر امینه، بانک همه پولو حفظ کرده، عین پولو دست نزده. اینو فهمیدی تا اینجا؟ خب بریم ادامه داستان. حالا من میخوام صادر کننده بشم، حالا من خوب دارم این موضوع رو میفهمم، چون یکی برمیگرده میگه اگر من این پولو مثلا میافتم ماشین میخریدم، بعضی منطقش اینه، میافتم ماشین میخریدم، سکه میخریدم، الان مثلا سکه گرون شد، ماشین گرون شد، فدات بشم، اون ارزش پول تو آوردم پایین، سکه که دوتا نشد که، یعنی تو اگر این سکه رو بری بفروشی به دوتا سکه نمیدن که فکر کنی دارایی زیاد شد، ارزش پول آوردم پایین، سکه رفت بالا، موبایلم رفت بالا، خودرو هم رفت بالا، همه رو بردن آروم آروم بالا. یه سری چیزا هم دست نزدم، مثل بنزین، بنزین میگه ای بابا همه رفتن بالا، من چرا نرفتم؟ بنزین رو نگه داشتم، بقیه شرکت های خصوصی از رب و ماست و دوغ و خیار و هر چی دلت خواست رفت بالا. یه بنزینه، یه نونه، اینا رو گفتن دست نزنید، اینا رو اگه دست بزنید باز مردم قاطی میکنن، چون اینا کالاهایی هست که عموم مردم باش هر روز سر کار دارن، هر روز با گوشی اپل سر کار نداره کسی که مثلا میگه هر روز باید برم بخرم. بنزین رو چون هر روز میخره میفهمه که ای بنزین گرون شد، پس اینو دست نمیزنه دولت، نون رو دست نمیزنه، میگه اینو من دست بزنم میفهمن. دقت کرد؟ اما گوشت برو بالا، یه هو میره بالا، گوشت میگه مگه من بیکارم، گوشی از من با ارزش‌تر شد، گوشی بره بالا من اینجا بمونم؟ میگه نه پس تو هم برو، یعنی پس اونایی که میتونن برن قد میکشن میرن بالا. نون و بنده خدا، خب این که درآمد ثابت این ضرر میکنه، اون تاکسی تلفنی ضرر میکنه، حالا اینو داستان داریم نمیخوام واردش بشم. تا اینجا اقتصادو فهمیدی چجوری دارید پولاتون و سرمایه‌تون از دست میدید و آرامش دارید؟ آرامش نداشته باشید لطفاً، چون یهو بیدار میشی، شبیه داستان اون قورباغه یکی گذاشتنش توی یک ماهیتابه، زیرش یه شعله روشن کردن، بعد اول آب سرد بود، این شعله رو روشن کردن، اینم قورباغه داشت به به چقدر کیف داره فلان، این آروم آروم فیلمش هست، اگه خواستید من بعدا بهتون نشون میدم، برید تو اینترنت سرچ کنید داستان قورباغه و ماهیتابه آبپز میشه، بزنید تو گوگل براتون میاره. و بعد اینو آروم آروم متاسفانه شعلهش رو بردن زیاد کردن، تا این قورباغه خواست، یعنی فهمید یه جا که داغ شد، خیلی دیگه داغ شد، خواست بپره، دید فلج شده دیگه، شرمنده این پا دیگه نمیتونه حرکت کنه، اگه اول مینداختنش توی آب گرم میفهمید به لحظه میپرید، یه احساس سوختگی بهش دست میاد، آروم آروم بردنش بالا دیگه فلج شد. مراقب باشید شما در اقتصاد زندگی خودتون فلج نشید که یهو خواستی بلند شی بگید دیگه نمیشه، اینو مراقب باشید خواهشام. الان بعضی برمیگردن میگن حمایت از حیوانات خانگی، حالا بعضی قورباغه باشون، ما هم حامی هستیم، الان درگیر این مسائل نشید. خب بریم ادامه داستان. اولین بحث برای صادرات
اینه که خوب بفهمی این کالایی که من میخوام صادر کنم، خوب دقت کنید، در اصطلاح بهش میگن تحقیق بازار. این اولین مرحله تحقیق کردن، مطالعه کردن نسبت به محصول خوده که آیا این محصول در کشورهای دیگه خواهان داره، میزان ضرورت محصول برای اون کشور، در واقع میگن اورجنسی یعنی فوریت داستان، چقدر ضروریه، اون کشور چقدر واقعا فورس ماژور اینو میخواد، طالبه، تشنه در واقع به نوعی. این موضوع مورد بررسی قرار میگیره. هر جا من گفتم محصول، عزیزان من در کل صحبت هم در کل پادکست ها هر جا شنیدی، محصولی الزاماً فیزیکی نیست، محصول از یک حاصل شده در واقع میاد، یعنی محصول کارت، محصول تفکرت، محصول استراتژیات. استراتژی تو شاید بگی من فکری بوده و اصلا دیده نمیشه، اما حاصل در واقع میشه محصول علم تو. اینو خوب دقت کنید. پس هر وقت میگم محصول، الزاماً یه چیز فیزیکی نیست. فیزیکی ها رو بهش میگم کالا. پس محصول یا میتونه کالا باشه در تجارت یا خدماتی. الان خیلی از عزیزان در آراد خدمات دارن ارائه میکنن، خود آراد هر دو بخشش رو انجام میده، یعنی هم محصول کالایی فیزیکی میفروشه، هم محصولی از جنس خدمات، دوتاشو همزمان داره ارائه میکنه. بعضی از بزرگواران هستن مثلا خدمات بیمه دارن ارائه میکنن، این محصول نداره، بیمه است، یعنی کالایی جابجا نمیشه، یه خدماتیه. محصول مثلا خدمات درمانی، دکتر چیزی بهت نمیده، برای داروش باید جدا بری پول بدی، اما با حق ویزیت میگیره، علمشو در واقع تخصصشو داره به تو میفروشه به نوعی. یه وکیل به همین شکل. پس وقتی میگیم محصول، سری ذهن نره رو کالا، نه دوتاش محصوله. خیلی هم میگن استاد ما داریم خدمات کار میکنیم، میگیم تاجر هستیم، طرف میگه تاجر چه کالایی، میگم آقا فلان من خدماتو دارم، مثلا میگه نمیفهمه. خب این بد جا افتاده متاسفانه در کشور ما. این تا اینجا اوکیه، قشنگ متوجه شدید پس داستان محصول یعنی چی؟ یعنی هم میتونه فیزیکی کالا باشه، هم از جنس خدمات. این پس اولین چیز بحث اورژنسی، فوریت داستانه که آیا واقعا فوری میخوانش یا نه. موضوع دوم اندازه بازار هست، یعنی اون مارکتی که من میخوام کار کنم چه سایزی داره، سایز و اندازش مهمه، چه جمعیتی متقاضی اون هستن، این مورد بررسی قرار میگیره. بحث سوم بحث پتانسیال پرایس رنج هست، در واقع محدوده قیمت قابل عرضه. این که من میخوام کار کنم، این قیمتی که دارم ارائه میکنم چه محدوده ای داره، تا کجا میتونم بالا پایینش کنم، چقدر دستم بازه، این موضوع در واقع مورد ارزیابی قرار میگیره. بعضی از عزیزان کالایی میان انتخاب میکنن که در کشورهای دیگه با قیمت ارزونتری داره وارد میشه. من خیلی وقتا به عزیزانی که میخوان صادرات کنن این نکته رو تاکید میکنم که آقا یه بررسی کن اول، ببین کالای تو کشورهای رقیب کیا دارن تولید میکنن و با چه قیمتی دارن عرضه میکنن در اون کشور ثالث خودشون. اینو دقت کنید، پس اینو خیلی باید دقت کنید که نشه بگی من وسط معامله ام تازه فهمیدم که قیمت مثلا چین ارزون تر داره در واقع میفروشه. خیلی از عزیزان مثلا در حوزه دستکش دارن کار میکنن، میگن آقا استاد دستکش های صنعتی چین خیلی داره ارزون تر میده و من نمیتونم باش رقابت کنم، تو ایران گرون داره در میاد. لذا پس مهمه وقتی قیمت یکی از معیارهای معامله باشه، پس با چالش های مواجه خواهید شد. اینو باید خیلی حواستون جمع باشه. گزینه چهارم عبارت Customer Acquisition Cost به معنی هزینه جذب مشتری. عزیزان من، هزینه جذب مشتری، کسب مشتری، به دست آوردن مشتری، مشتری که من میخوام به دست بیارم، آیا باید به ازاش هزینه‌ای پرداخت کنم؟ بله، بله. اصلا در دنیا نمیتونی تو مشتری داشته باشی بدون اینکه هزینه‌ای پرداخت کرده باشی. یعنی چی استاد؟ یه سوپرمارکت، یه مغازه، یه فروشگاهی رو در نظر بگیر، مشتریانی دارد. خوب به عنوان یه مشتریش مثلا وارد یک فروشگاهی شدی، آیا اون فرد برای به دست آوردن تو هزینه‌ای پرداخت کرده؟ بله. چگونه؟ یا در تلویزیون تبلیغ کرده، یا در بیلبوردهای سطح شهر تبلیغ کرده، یا در اینترنت تبلیغ کرده، یه جایی تبلیغ کرده،
میگه استاد وارد یه فروشگاه شدم اصلا تبلیغم نکرده بود، همونجا دیدمش رفتم تو. این فروشگاه برای اینکه راه اندازی بشه یه تابلوی بالاش داره، این خود مغازه اجاره ای داره، یه دکوری در واقع گذاشته که تو جذب شدی وارد این فروشگاه بشی، پس بابت اون دکور هزینه کرده، ولی اگه دکور تغییر پیدا بکنه نرخ مشتریاش کم و زیاد میشه. یعنی شما در یک کوچه بنبست که مثلا در اون کوچه بخواد کیف و کفش بفروشه ورود پیدا نمی کنی، نمیری توش، اما وقتی دور میدون باشه این مغازه این فروشگاه ورود پیدا میکنی. پس یه نکته اساسی، اون مغازه دار پول خرج کرده برای اینکه بتواند تو مشتری را جذب کند. سوال: استاد ما رفتیم ولی نخریدیم، رفتیم اون تو گفتیم که آقا سرویس بهداشتی کجاست؟ خیلی‌ها میرن توی مغازه میگن آقا این پول دارم میتونی برام چنجش کنی، مثلا تراول بهم بدی. بعضی میرن تو مغازه میگن که آقا کارت شارژ داری؟ مثلا نمیری چیز خاصی بخری، کارت شارژ مثلا. میره داخل میگه آقا ببخشید خیابون مولوی کجاست؟ این رفته کلی دم و دستگاه اونجا تشکیلات که تو بری تو بگی خیابون مولوی کجاست؟ بله احتمالش هست. آقا ببخشید مثلا اینجا آقای هاشمی میشناسید بفرض؟ آقا من این همه دم و دستگاه اینجا ایجاد کردم که تو برگردی بگی تو بگی آقای هاشمی میشناسید؟ بله این اتفاق هم میفته. در اصطلاحات تجاری به این مدل از مشتریان که وارد میشوند سوالاتی دارن غیر از سوالات محصول من، میگن مشتریان فیک. مشتریان چی؟ فیک. پس فیک به کسی یا کسانی یا اشخاصی گفته میشود که باهاش در ارتباطم اما چیزی میخواد غیر از محصول من. یه وقت مغازه کفش فروشی داری، فروشگاه کفش فروشی داری، میاد میپرسه آقا ببخشید فروشگاه عسل فروشی کجاست؟ اینجا نزدیکی عسل کجا دارن؟ این برای تو، این مشتری که اومد تو، اصلا بهش نگیم مشتری، نه بهش دقیقا باید بگیم مشتری. مشتری به افرادی اطلاق میشود که باهاش در ارتباطی، پدرت، مادرت، فرزندت، همه اینها مشتریان شما هستن اما خریدار نیستن. مشتری به اشخاصی گفته میشود که باهاش ارتباط داری، نیروی تو، پرسنل تو، کارمندهای تو، تامین کننده تو، همه اینها رو مشتری ببینید برای خودتون، بچه تو مشتری ببین، اما مشتری که خریدار نیست. پس هر فردی که میتواند با تو ارتباط برقرار کند به نوعی مشتری شماست. این الان شاید خیلی خورده بگیرن، جلوتر در آینده توضیح خواهم داد، خیلی از پادکست ها این موضوع رو من باز کردم که بس مشتری با خریدار تفاوت هایی دارد، خود خریدارها با دسته های مختلف تقسیم بندی میشن. تا اینجا قشنگ متوجه شدید عزیزان؟ حالا خوب دقت کن. پس مشتری فیک هم فهمید. ریل به چه افرادی اطلاق میشه گفته میشه؟ ریل یعنی مشتری واقعی، افرادی که محصول منو میخوان، نخریدن هنوزا، میخوان یعنی متقاضیش هستند. یعنی اگر تو فروشگاه کیف داری، کفش داری، اینم دقیقا میگه من کیف میخوام، کفش میخوام، اصل نمیخواد. خوب متوجه شدید؟ اینکه بفروشی نفروشی بحث دیگه ایه که جلوتر توضیح میدم. پس هر فردی که با شما ارتباط بگیره و مرتبط باشه با محصول تو میشه مشتری ریل شما. آقا این عسل خواست، پس برای تو فیکه، اما میره مغازه عسل فروشی، برای اون میشه ریل. آیا خرید عسل رو ازش یا نه، یه بحث کاملا جدایی. تا اینجا اوکی، قشنگ متوجه شدید؟ این مفاهیم برای خودتون بنویسید که بذارید ذهن من و شما یکی با هم بره جلو. اما مورد پنجم، پس برای به دست آوردن مشتری همه دارن هزینه میکنن، همین کیف فروش، کف فروش، اگر میرفت تو مغازش، توی خونش این کیف ها رو میریخت، انبار میکرد، دپو میکرد، اونجا کسی زنگ نمیزد که آقا کیف داری، کفش داری، مثلا تو خونش قایم شده است، کسی نمیبینه. پس این برده در یک مغازه قشنگ اونجا لامپ های پرنور رو روشن کرده، تابلو گذاشته، آدم اونجا شلوغ کرده، فضای خوب اوکی، تا بتواند جذب کند. اما نرخ جذب مهمه، اینو جلوتر توضیح میدم. نرخ یه مشتری که بتواند جذب کند چقدر به پاش آب خورد؟ هر آدمی که بهش بگه سلام، یه وقت شما یه بیلبورد و تبلیغاتی اجاره میکنی در یه سطحی از شهر، تو تهران مثلا 200 میلیون 400 میلیون پولش میشه، تو شهرستان 100 میلیون 50 میلیون حداقل پولشه، یه بیلبوردی که این آبر پیاده ها هستن بالای پل میزنن، یه بیلبورد اینجوری یک ماه انقدر هزینه شه، جای شلوغتر که خیلی گرونتره، یک ماه میذاری مثلا 100 میلیون میدی، دو ماه 2 تا 50 تومن میدی مثلا 100 میلیون میدی، 2 تا 50 تایی دادی، دو ماه گذاشتی،
چند نفر به من زنگ زدن، چند تا خریدن یه بحث دیگه است، دقت کن، چند نفر زنگ زدن میگن آقا این تبلیغات گوشتی ما اینو سوال داریم، مثلا سوال داریم در این حد. میبینی یه بیلبورد بگیری 100 میلیون بدی، 10 نفر هم زنگ میزنن. نگون یک ماه میمونه، 100 میلیون هم دادی 10 نفر هم زنگ نمیزنند. اینو من تو محصولات مختلف تجربه شده دارم، هم خودم هم از دیگرانی که گذاشتم پرسیدم. اما چرا میذارن؟ در رابطه با برندینگ، برای برندسازی. مشتری ارتباط نگرفت، اما افرادی که مشتری نبودن این نام را دیدن و شنیدن، برای دیده شدن و شنیده شدن طرف حاضر پول بده، برای اینکه فقط به گوش ها برسه، برای اینکه بگه آره یه زمانی این اسمو شنیده بودم در یه جایی. همین، حتی این آدم مثلا با تو شاید وارد کلام و مذاکره هم نشه، اما میگه با خودش، دل خودش، تو تنهایی خودش میگه شنیدم اسمشو، برای این موضوع حاضر 100 میلیون 200 میلیون هر ماه پول خرج کنه. اما اگر بگی که نرخ اون هزینه‌ای در واقع جذب مشتری چقدر شد، گفتم مشتری کسی است که بس باهاش در ارتباطی، نه خریدار. میبینی 100 میلیون دادی 10 نفر که اگر زنگ بزنن، نرخ هر انسانی که به شما فقط به گوشتون زنگ زد یا پیامی داد 10 میلیون تومان، به نرخ امروزی که دارم با شما صحبت میکنم براتون آب خورده. و گروه زیادی که دیدن، حالا اگر به خاطر سپرده باشن یا نه یه بحث دیگه است. رو خودت نگاه کن، این جاده اتوبان‌هایی که رد میشی چقدر تابلوها رو به خاطر می‌سپاری، می‌بینی که هیچ کدوم به خاطر سپرده نمی‌شود. پس میشه بازدهی که بازدهی داستان دیگه است، در آینده صحبت خواهم کرد. پس مورد پنجم، مورد چهارم رو کامل متوجه شدید، اما ببینیم در رابطه مورد پنجم. مورد پنجم بحث پروداکت دلیوری کاست هست، یعنی هزینه تحویل کالا به دست مشتری. این موضوع هم باید بررسی کنیم که در اصطلاح شرایط لوجستیکی هست. تو همین تصویر نقشه ایران رو دقت کنید، از شمال یه دریایی داریم، به یه سری کشورها راه داره، از جنوب هم یه دریایی داریم، به یه سری از کشورها راه داره، از سمت شرق مرز در واقع به نوعی زمینیه، دیگه دریا نداریم، غرب هم مرز زمینی داریم، با یه سری کشورها در ارتباطیم. و ایران رو دقت کنید، ببینید همه کشورها رو نکنید، نقشه‌اشو نکنید، ایران بی‌نظیره، یعنی از بالا دریا داره، کشورهای دیگر نکنید، اینجوری نیست. دقیقا حالا میریم جلوتر نقشه رو براتون بزرگ میکنم بعدا ببینید. هم شکلش خوشگله، خدا دقت کنید، از نگاه من ها، فانتزی خودمه، همه کشورها رو نکنید، یک نقشه‌ای داره، یه مساحتی داره، از لحاظ فیزیکی نکنید، کشور ما اینجا خوشگل‌تر هم هست. اما چرا؟ خب این همه چیش اوکیه، لوجستیک اوکیه، همه جوره اوکیه، چرا وضع اقتصادمون انقدر داغونه؟ جلوتا اگه یادم بود یه نکته رو میگم، یه عزیز یه سوال از من پرسید، اگر یادم بود بهتون میگم این نکته رو، چرا واقعا بگم همین الان، اینا که موافقن لایک بدن الان بگن. چند روز پیش یه میتینگی رفتم با یه عزیزی، یا دکتری بود، دکترای نمیدونم تو میتینگمون هست یا نه، دکترای دامپزشکی داشتن، یه موضوع رو مطرح کردن که استاد شما در کتابتون یه نکته رو اشاره میکنید که 2/3 عقل در تجارت هست. گفتم این حرف حرف من نیست، حرف امام صادقه. گفت بله، اما این حرفتون خیلی سنگینه، چون شما بعدش میای تفسیر میدی که اونهایی که حتی علوم بالایی دارن و تجارت نکرده باشن، این 2/3 هنوز کامل نشده، تای داستان 1/3 کامل کردن. این حرف خیلی سنگینه، یعنی با این حرف دانشمندهای ایران و دنیا که تجارت نکرده باشن عقلشون کامل نیست؟ گفتم که پاسخی به اون دادم، اینجا کامل‌ترش هم به شما میگم. گفتم به اون نگفتم، الان به شما اینو میگم، به اون چیز دیگه گفتم. گفتم که به اونی که گفتم این بود که آقا این همه دانشمند تو ایران جلسه میذارن دوره هم جمع شدن، چرا اوضاع اقتصاد همینطوریه؟ چرا تغییر نمیکنه؟ چرا بهتر نمیشه؟ دانشمندها جمع شید یه کاری بکنید، خب این همه سال مردم مشکل دارن، چرا نمیتونن کاری بکنن؟ این ازش پرسیدم، خودش حالا یکم فکر کرد، راست میگه، این همه دانشمند داریم. حالا به شما میگم، برید تو مجلس خودمون، مگه زیر دکتر کسی رو راه میدن اونجا؟ همه که دکترن، دکترها با هم جمع شید، رئیس جمهور دکتر، همه وزرا دکتر، همه نماینده های مجلس دکتر، بابا عالم ها، خب یه کاری بکنید برای اقتصاد مردم، چرا ارزش پولتون همینطور بدتر میشه؟ خب این موضوع کم فکر کنید، چرا واقعا کشوری
مثل عراق که جنگ زده است، جنگ زده است، نه یه خیابون درستی داره، نه شهرداری داره، نه وزیر درست درمانی داره، این چرا باید ارزش پولش بیشتر باشه؟ این موضوع کم فکر کنید خواهشم. اینا این هم دکتر هم ندارن. اینو وقتی خب اون عزیزی که از من پرسید خودش دکترا داشت، یه هو رفت تو فیر، خیلی حرفتون چیه، فهمیدم داستان چی. این رو شما هم گفتم، اینقدر هی دنبال مدرک نباشی. من همیشه در سخنرانی ها میگم با این میما یکم من گیر دارم، میگم از مشکلات میمیشو بردار، همه چی شکلات میشه، از مدرک هم میگم میمیشو بردارید، میشه درک. ببینید درک دارن، مدرک داره، به دردم کاربرد نداره برام تو اقتصاد، مدرکشو داره. حالا در مورد مدرکم جلوتر شد خیلی حرفو دارم برای گفتن. ما توی دانشگاه بودیم، دیدم ترم اول دانشگاه سال 88 استاد اومده درس مبانی کامپیوتر، درس چهار واحده، بچه‌ها که کامپیوتر خوندن میدونن مبانی کامپیوتر میده، چهار واحده زبان برنامه‌نویسی در آموزش میده، سی پلاس پلاسه. من استاد تحت داست دیگه کار نمیکنه کسی، همه ویندوزی ان، اینو چرا داری درس میدی؟ چرا تحت ویندوز یاد نمیدی؟ گفت به ما گفتن که اینو یاد بدیم. استاد دانشگاه است، به ما گفتن اینو یاد بدیم، به کارم نمیاد استاد. خب من اینو یاد بگم چیکارش کنم حالا؟ گفتن که یاد بگیرید. همه خندیدن وقتی من این استاد با این چالش اونجا روبرو کرده، همه خندیدن، گفته ویل کنتال یا بریم یاد بگیریم، بی خیال ولش کن، گیر نده. من اونجا به خودم گفتم، همیشه هم تو زندگیم دارم، که با روش های دیروز عزیزان من نمیشه، نمیشه نسل امروز، کودکان امروز، فرزند امروز رو برای آینده شما تربیت کنید. چی کار دارید میکنید؟ در دوره های بازرگانی برید اتاق بازرگانی، دوره آموزشی چگونه پول رو از کشور خارج کنیم یا وارد کنیم، بحث نقل و انتقال ارزی رو داره مطرح میکنه. در دوره بازرگانیش میاد دوره میذاره LC، میری نگاه میکنی میگه آقا تو ایران اصلا LC نده، تو برای چی داری تدریس میکنی؟ ما تحریمیم، فدات بشم، کجایی تو؟ LC چی داری تدریس میکنی؟ میگه به من گفتن دیگه، گفتن این کارو بکن. این گیره با علم دیروز میخواد نسل امروز رو برای فردا، برای آینده تربیت کنه. حالا نمیدونم، شما اگر فکر میکنی میشه اینجوری برید جلو تو زندگیتون. نکته ای که وجود داره، پس اینم حواستون باشه، هزینه تحویل کالا به دست مشتری. آقا این بحث لوجستیک ایران بالا، شمالش که عالی، جنوبش که عالی، شرق و غرب همه چی اوکی، مرز داریم، رابطه داریم، بازگیر کجاست؟ به این موضوع فکر کنید و ببینید هزینه ها چجوریه. خیلی از کالاها هزینه های لوجستیکش در ایران ارزان است. ایران کلن کشور ارزانی است عزیزان من. اگر شما مشکل مالی داری و گرونه، منی که مشکل مالی ندارم، مایی که مشکل مالی نداریم، به جان خودم عشق و حال ایران، یعنی پول بالا داشته باش، تو ایران خرج کن، برو رستوران هر چی میخوای بخر، همین رستوران رو در کشور خارجی میری زب در دهش باید پول بدی، همین غذا رو فدات بشم، بنزینش رو 90,000 تومان 100,000 تومان به تومن تو باید پول بدی. شاید الان یکی میگه اصلا خب مردم اونجا درآمدهاشون هم دلاری، اصلا درآمدهاشون هم نگاه کنی فدات بشم، اگه بالا باشه که هندوانه رو قاچی نمیخورم که، فدات بشم، خونه هاشون که سویت نیست. بله با پول اون تو کشور ایران عالیه، برای همین میگم صادرات خوبه، با پول خودش تو کشور خودش یه زندگی معمولی داره. بازیگرهایی که رفتن اون ور دنیا دیگه نگاهشون کن، زندگیشون همه توی سوئد نشستن، یعنی با درآمد اونجا هم زندگی لاکچری نداره. با درآمد اونجا یعنی 2000 دلار 3000 دلار تای داستان داشته باشی، 1500 تاش 1000 تاش که فقط اجاره خونه است، یعنی نصف حقوقت که رفته، نصف دیگه‌اش هم خیلی اتفاق خاصی برات نمیافته، یه زندگی معمولی داره. یعنی کارمند اونجا بیای قیاس کنی با کارمند ایران، یعنی بگو از لحاظ معیشت و زندگی ببینی در یه حد خیلی اتفاق خاصی نمیافته، مگر اینکه درآمدش در واقع بالا باشه، 10,000 دلار 20,000 دلار و بالاتر بخواد پول به دست بیاره، تو همون کشور خودش زندگی خوب داشته باشه. کارمند با کارمند قیاس کنی، بله، یعنی بگی آقا من کارمندم در اونجا 3,000 دلار مثلا میگیرم، تو ایران 200 دلار، بله ارزش پول تو رو آوردم پایین، به تو همون 200 دلار دارم میدم که در زمانهای قدیم تو 300 دلار 500 دلار میگرفتی، برو دلار حساب کن در زمانی که مثلا 1000 تومان بود، ببین چند دلار میدادن به دلار همون موقع و حقوق همون موقع، میزان عدد دلاری بیشتر میگرفتی، الان دلار تو رو آوردن پایین، حواست نیست، چیکار کنم دیگه، فدات بشم.
تو اینجوری راضی تری. اما نکته اساسی، خوب دقت کنید، بحث یونیکنس هست، یعنی منحصر به فرد بودن محصول. خیلی ها میگن استاد یه محصولی به ما بگو که انحصاری باشه. میگم یعنی چی؟ میگه مثلا اشبا نشده باشه. اولا اشبا ربط به انحصار نداره. یونیکنس به معنی انحصاره، یعنی منحصر به فرد، یه چیز خاصه، تو داری بقیه ندارن. اشبا یکی عزیزی برگشت گفت استاد من توی زنجان دارم زندگی میکنم، اینجا زیتون مثلا سمت رودبار و سمت تارم و اینا، سمت هم رودبار که شما رو سمت تارم زیاده، و آیا این محصول کار کنم؟ گفتم بله، گزینه خوبیه، اگر میخوای تجارت داخلی داشته باشی خوب میتونی کار کنی، روغن زیتون حالا صادرش ممنوعه، کار نکن. بعد گفت خب توی زنجان خیلی ها دارن زیتون رو کار میکنن و این اشباه شده است. گفتم مگه قراره تو زنجان بفروشی؟ خوب دقت کن، مگه قراره در زنجان شما این کالا رو بفروشید، این محصول رو بفروشید؟ گفت نه. گفتم در تجارتی که میخوای کار کنی، اگر صادراتیه، اگر صادراتی میخوای کار کنی، محصول باید تو ایران فراوون پیدا شود، موجود باشد. نکته اول، نکات ریزیه. پس اگر صادراتیه میشه دعوا، میشه درگیری، میشه انگیجمنت، تعامل بین یک کشور با کشور دیگه. دیگه با تهران کسی کار نداره که. میگه ایران به عراق، صادرات تهران به عراق نداریم، صادرات ایران داریم به عراق، ایران به روسیه، ایران به هند. حالا تارم به هند نیست، پس یعنی مقیاس بین مارکت های کشور هاست، کانتری هاست. خوب دقت کنید، شهر به شهر قرار نیست جا به جا بشه. اگر صادرات، پس باید تو کشورت بتونه تامین کننده خوب باشه، بتونه تو رو ساپورت کنه. آقا کشور من همه زیتون فروشن، عالیه اگر اینجوری باشه برای صادرات، عالیه اگر اینطور باشه، یعنی کل کشور زیتون هر چقدر بخوای زیاد، این که خوبه. همونطور که در هند همشون چای دارن تولید میکنن، عالیه، برنج زیاد، عالیه برای صادرات. پس باید کشور بتواند سایر کشورها رو ساپورت کند. اینو دقت کن همیشه. اگر بخوای تو ایران کار کنی، یعنی تجارت داخلی داشته باشی، محصولی برای شما مناسبه که در استان شما، یعنی اینجا زوم میشه، نقشه ایران زوم میشه، میره در قالب استان، استان شما پر باشد، فراوان باشد و سایر استانها خالی باشد، نداشته باشن. مثلا تو قم سوهان داریم، استانهای دیگه سوهان پزی به اون معنا ندارن. تو قم یه سری محصولات داریم که استانهای دیگه روش کار نمی کنن. مثلا تو اصفهان گز اصفهان هست که جاهای دیگه نداره. مثلا بچه های جنوب خرما دارن که دیگه شمالی ها خرما اینجا یافت نمیشه، تولید نمیشه. اما مثلا میگی آره من نمیتونم یه سری محصولات نام ببرم، طرف میگه ای پس من اشتباه الان انتخاب کردم، چون داستان داره، من باید اگر بخوام یه محصول نام ببرم باید تو تهش هم برم برام. اما بعضن یه محصول انتخاب میکنی کل کشور تولیدیشن، کل کشور تولید کننده شه، یعنی همه استان ها دارن تولید میکنن، و تو میگی من میخوام اینو برای بازار داخل کار کنم. خب وقتی تو استان من هست، چرا باید هزینه پرداخت کنم از یه استان دیگه منتقل بشه بیاد به استان من؟ استان من خودش داره تولید میکنه دیگه، نرخ ارزان‌تر برام در میاد. پس خوب دقت کن، اگر محصولی کل ایران داره تولیدش میکنه، همه استان ها، برای صادرات عالی است، بی‌نظیره. برای بازار داخل اگر میخوای مانو بدی، باید حواست به این باشه. به این همه اینا که گفتم تا اینجا میگن تحقیق بازار داری مطالعه میکنی قبل از شروع تجارت، به تحقیق میشه. گام بعدی، گام هفتم، اسپی تو مارکت، یعنی سرعت عرضه محصول به بازار. یعنی تصمیم گرفتم یه محصول عرضه کنم، چقدر طول میکشه زمانش تا من بتونم وارد بازار بشم؟ این زمانش هم مهمه. گام هشتم، بحث نیاز به سرمایه گذاریه که آیا در این صنعتی که من میخوام کار کنم، آیا باید سرمایه گذاری هم بکنم تو محصول یا خیر؟ اینم مهم میشه، اینم مهم عزیزم، دقت کن، بس خیلی اینا مهم میشه. و گزینه نهم، پتانسیل عرضه محصولات وابسته است، کراس سل پتانسیل، پتانسیل هم تلفظ میشه، به معنی پتانسیل چی؟ عرضه محصولات وابسته. یعنی اگر من مثلا میگم این کالا رو فروختم، کنار دستش چیزای دیگه هم هست بتونم بفروشم وابسته بهش هست، که دوباره نخوام برای اونم سرمایه گذاری کنم، هزینه پرداخت کنم،
اینم مهمه. بعضا شما در محصولی وارد میشی مثلا خرما، میگه کنار دستش من میتونم هسته خرما بفروشم، میتونم خمیر خرما بفروشم، حبه قند خرما بفروشم. اینا قشنگ شد. پودر حالا قهوه خرما هست، هسته خرما پودر میکنم، پودرش هم میتونم بفروشم، ضایعات خرما هم میتونم بهش بفروشم، در کنار دستش بفروشم. اینا همه وابسته است. یعنی شما در یک محصول میتونی کنار دست یه عالمه چیزای دیگه هم بفروشی. آها قشنگ داره میشه. حالا این موضوع رو نگاه کن، این موضوع نرخ هزینه های شما، اون سرمایه شما رو به شدت کاهش میده و سودتون رو بیشتر میکنه. یعنی با یه تیر ده نشون میشه زد. اما دیگه کنار دست بیام خرما کار میکنم، پودر رخشویی بفروشم نیست، تجارتش فرق داره، اصلا وابسته نیست به اون. این بحث وابستگیه. و مورد آخر، مورد دهم، بحث لایف اسپن هست. یعنی چی؟ یعنی طول عمر محصول. طول عمر محصول بسیار مهمه. بعضی از محصولات طول عمر کوتاه مدتی دارن. یه زمانی مثلا آیفون 6 خیلی طرفدار داشت، الان دیگه طول عمرش تموم شده دیگه. تلویزیون هایی که لامپ تصویر داشت طول عمرش تموم شده، فدات بشم دیگه کسی نه نمیخره. دوربین عکاسی که نوار میخورد دیگه طول عمرش تموم شده، الان خود دوربین عکاسی طول عمرش داره تموم میشه. همه گوشه موبایل میشه عکس گرفت. این عکسایی که دیجیتالی بود کوچولوها، را عکاسی سنتی داستانش فرق میکنه، کوچولوها دیگه بازارش دیگه تموم داره میشه. پس باید حواسم باشه به طول عمر محصول در واقع. اوکی تا اینجا. به همه این 10 موردی که نام بردم، تازه اسلاید یکمونه، یک ساعت طول کشید، بقیه رو سعی می‌کنم سریع‌تر بگم. به همه این موارد برای اینکه مطالعه بشه، تحقیق بشه، که در اصل میگن تحقیق بازار، شرکت‌های غیر از آراد، غیر از آراد برندینگ بابتش پول می‌گیرن. یه عزیزی برام یه فایلی فرستاد، یه فردی میگفت بیاید پول بدید برای صادرات، صادرات کنید فلان. خب چیکار کنیم حالا؟ تحقیق بازار اولشه، یه 206 میدی برای تحقیق بازار میکنیم، قشنگ اطلاعات بهت میدیم. همینایی که گفتم برای اینکه به شما اطلاعات بدن محصول تو کدوم کشورها خواهان داره، طرفدار داره، چه حجمی میخرن. یه 206 ناقابل، حالا نمیدونم چقدر، 400 تومن چقدر. بعد خیلی تو بوق و کرنا میکنن اینا که آره ما کارمون حرفه‌ایه. حالا سوال پیش میاد استاد اینا چگونه تحقیق میکنن؟ یه سری سایت ها هست فدات بشم، مثل ترید مپ، مک مپ، اکسپورت پتانسیل. بحث صادراتی رو در واقع میشه آمار ازش به دست آورد. مثلا بدون اینکه سفر کنی، بدون اینکه روابط داشته باشی تو کشورهای مختلف، بچهای آراد توی مکتب تجارت راستی همه رو تک به تک آموزش دادند رایگان. یعنی چیز رایگان رو تو انجام نمیدی، طرف میگه 206 بدی برات انجام بدم. نمیتونم هضمش کنم. همش رایگان بچه‌ها یاد دادن اینا رو. چرا میگه یه 206 مثلا؟ خوب دقت کنید اینا رو، چون طرف که نمیدونه به خودش نمیگه، راست میگه. من اگه بخوام خودم برم سفر کنم، یک زبانشو بلد نیستم و غیره، مشکلات خودشو داره، اصلا خودم یه سفر خارجی 10 روزه بخوام برم 200 میلیون 300 میلیون آب میخوره. پس این میگه 400 تومن 500 تومن یه تیم متخصص دارم بسپارم به اینا. از عدم دانش ببین چه استفاده هایی دارم میکنم، عدم اطلاع. که حالا خود اون فردم چگونه میخوای تو حالا مثلا کشور سفر میکنی، حالا میرم جلوتر چالشاشو بهت میگم. تا اینجا اوکیه، قشنگ فهمیدی. بریم سراغ بعدی. من سر همه اینا صحبت دارم. جسم و روح، سخت افزار و نرم افزار، دو موضوعیه که مکمل همدیگه هستن در تجارت و صادرات. شما برای موفقیت در تجارت و صادرات باید هم به سخت افزارش و هم به نرم افزارش توجه ویژه‌ای داشته باشید. بعضیا صرفاً به سخت افزار نگاه میکنن، حواسش به نرم افزار نیست. اپل میاد رونمایی میکنه، دقت کنید به همه شرکت‌های ارائه کننده گوشی‌های موبایل، اپل میاد مثلا رونمایی میکنه. وقتی رونمایی کرد اخیراً، اومد صرفاً سخت افزاری بررسی کرد، یعنی اصلا در رابطه نرم افزارش صحبتی نکرد. دوباره میاد در رابطه نرم افزار به صورت دورکاری فریلنسری میسپاره، میگه شما هر روز برید ارائه کنید گزارشاتونو. اما سامسونگ اینجوری نیست، پیکسل اینجوری نیست، برندهای دیگه اینجوری نیستن، مثلا هواوی اینجوری نیست. دو تا که با هم مقایسه میکنه، یعنی نرم افزار سخت افزار رو با هم میذاره وسط. سامسونگ به همین شکل، یعنی وقتی میخواد رونمایی کنه میگه نکن سیستم نرم افزاریمون هم اینجوریه کار میکنه. اپل اصلا از این تکنیک استفاده نمیکنه، اپل صرفا میره سخت افزاری اول بررسی میکنه، میگه من اینم. حالا یه پروژه‌ای رو خودش نمیاد توضیح بده، میسپاره به دیگران، میگه دیگران حمله کنید نرم افزاریاش. حالا
شما بگید من سخت افزاریش رو کردم، بقیه برید حالا در طول این سال نرم افزاریاشو توضیح بدید. دوتاشو اما همه میدونن نیازه. آیا شما هم در تجارتاتون دوتاشو با هم دارید، هم نرم افزار و هم سخت افزار، یا یکیشو دارید استفاده میکنید؟ من جلوتر اینو کامل براتون توضیح میدم که حواست باشه در بیزینس تا مثلا پراید ساخته میشه. خب قیمت چند؟ نرم افزار مثلا چی میگه؟ تو نرم افزاری مثلا چه توضیحاتی داره؟ اما برو خودروهای دیگر نکن، نرم افزاریش حرف برای گفتن دارن. نرم افزاریش این اصلا صفحه این دیسپلی نمایشش اصلا این یه جلسه اینو باید توضیح بده که این ماشین دیسپلیش مثلا نرم افزاریش چیکار میکنه. دیسپلیش اصلا با چرخ و رینگش و سخت افزارش کار نداره. فعلا این بریم تو نرم افزاری صحبت کنیم. حالا آیا در بیزینس شما به هر دو موضوع داره پرداخته میشه؟ خرما یه نرم افزار داره یه سخت افزار. یه استاد داره؟ بله داره. یه جلسه درباره تک تک این محصولات حالا با بچهای کمیسیون اطلاعات ما یه نشستی داشتیم. به آیه کسرو اونجا گفتم که باید چه مبانی رعایت شود تو دانش فنی محصول. برای شما به زودی بچه‌ها امیدوارم که اون تیم رونمایی کنن کارهای خودشونو. سریعتر رونمایی کنن که به شما بفهمونن که ایول بابا چه چیزهایی گیرم اومد که اصلا رقبا نمیدونن اینا رو. بریم اسلاید بعدی. از اینجا داستان سخت‌تر میشه، سنگین‌تر میشه. خوب گل بدید لطفاً. فرض بر این که شما تحقیق بازار کردید، فرض بر این که رفتید به فلان شرکت 400 میلیون 500 میلیون دادید تحقیق و مطالعه شد که این محصول خوب است، مثلا این بازارهاش فهمید. اوکی. سوال، برای یافتن مشتری میخواهید چه کنید؟ تحقیق کردم این محصول مثلا خرما تو هند عالی خوبه. اوکی قبول باش. مشتری تو میخواهی از کجا پیدا کنی؟ این دوربینه دقت کن، این مرد چهرش خندونه. میدونی بگی چرا چهرش خندونه؟ چون داره تو دوربین چی میبینه؟ آفرین، داره پول میبینه. پولو پیدا کرد. بند خدا تولید کننده فعلا فهمید بازار کجاست. خوشحال آخ چون بازار پیش من نیومده. سوال دوم ازش بپرسم، گیرم بازار رو پیدا کردید، مشتری های در اون بازار رو چگونه میخواهید شناسایی و پیدا کنید؟ این سوال اصلی داستانه. اونی که با 4 تا سایت میشد پیدا کرد. حرفه‌ای‌ترش هم میشه تحقیق کرد. جلوتر توضیح میدم که چجوری میشه حرفه‌ای‌تر تحقیق بازار کرد در صدم ثانیه. اینم جلوتر بهتون خواهم گفت. اما اصل داستان مشتری از کجا میخواد پیدا کنید؟ در تجارت ها چیزی که همه از شما مخفی میکنن این قسمته. این قسمت سخت داستان رو همه شرکت ها از شما مخفی میکنن. شما عزیزان من در بنگاه‌های تجاری خودتون اجازه مخفی کردن این قسمت رو ندارید. اجازه مخفی کردن ندارید. وقتی از اون شرکت ها میرید بپرسید که چگونه مشتریامو پیدا کنم، به شما مثلا میگم برید در فلان سایت بی تو بی بگردید، برید در مثلا لینکدین بگردید، برید در فیسبوک بگردید، برید در و ایمیل بزنید به شرکت ها. مشتری ها به دو قسمت تقسیم بندی میشن، فدایتون بشن. مشتری های آشنا و غریبه. آشنا کسی است، افرادی است، اشخاصی است که شما را بشناسند. هرگاه مشتری که شما را بشناسد، مجموعتون، برندتون، هویتتون، شخص شما به عنوان تاجر یا فروشنده رو فروختن به این فرد بسیار ساده است. دلچسبه. بسیار ساده است. دلچسب است. سخت نیست. آشنا بابات مثلا بگه که بچه این من جلسه قبل توضیح دادم دیگه، بچه‌م مثلا یه چیز درست می‌کنه من ازش بخرم، اون دیگه مذاکره نیازی زیاد بگیره که بچه افسری منم می‌فروشه. مذاکره لازم نیست چون آشنا داره ازش می‌خره. اما غریبه، یعنی حالا میگم بچه افسری برو به غریبه بفروش اگه تونستی. این کدوم غریبه میاد از تو بخره؟ حالا بستگی به قیمت هم داره، این همه مهم میشه. یه وقت طرف دلش بسوزه چه حجمی می‌خواد بخره، چه اندازه، اینا همه تاثیرگذاره. تو میخوای عمده بفروشی کانتینری، غریبه اول اصلا کجا میخوای پیداش کنی؟ غریبه است سوال اول. غریبه دو، پیدا کردی، چقدر به تو اعتماد داره؟ درصد اعتمادشو به این بگو، عدد از 0 تا 100. درصد یک فرد غریبه به شما که نسبت به شما هیچ شناختی ندارد از 0 تا 100 میزان اعتماد. یکی برگشت گفت استاد منفی. چرا 0؟ یا منفی، چون اول تو ذهنش اینه که من کلاهبردارم، ایرانی علی بابا، ایرانی دزد. اول تو ذهنش اینه متاسفانه.
من هنوز به صفر نرسوندمش. یکی از کشور خودش باش ارتباط میگرفت، اون تازه صفر بود. من ایرانی که رسانه های غربی دارن میفهمونن که ما صهیونیستیم، تروریستیم، نمیدونم همه چی هستیم، آدمکش و قاتل و جنگ زده و همه چی هستی، اون این نگاهو داره به من ایرانی. صفر کجاست استاد؟ نیستی اینگار تو بازی رسانه ها راست میگه. و یک گزینه منفی غریبه از یک کشور دیگه، میزان اعتماد منفی. خب ادامه میدهیم، آشنا که نیست غریبه است. باشه ادامه. تعداد نفرات خریدارش چند نفرن؟ اگر آشنا مثلا من بابام بهش خوب فروختم، چند تا مگه من بابا دارم، چند تا مادر دارم، چند تا فرزند دارم که آشنا هستم برای اینها؟ و این تعداد رو یه عدد بزن لطفا، برای خودت کنار بذار. مثلا میگم من اینقدر رفیق دارم که حاضرن که از من زیاد بخرن. خب باشه قبل اینقدر عدد بزن، بذار کنار. سوال: چه حجمی نازد میخرن؟ چند وقت به چند وقت میخرن؟ این سوال باشه. یه بابا دارم، خب بابا میگه فدات بشم، من یه خودکار میخوام، یه کان 10,000 تا دیگه خودکار که نمیخوام، که یک خودکار بسنم، یه دونه شو میتونی بشه بهم بدی؟ باشه بیا بگی بغل چه کنم. پس به آشنا به اون معنا نمیشه حجم زیاد فروخت. پس مجبورم برم سراغ غریبا، غریبایی که این تعداد میخوان. آشنای من کی مثلا 10,000 تا خودکار برای چی میخواد؟ مگه چند تاش بازاری هم؟ خوب دقت کن. پس مجبورم از فضای آشنا و خانواده خودم خارج شوم. ولی استاد خارج بشم سخته. بله سخته، بله سخته. یک نفر در دنیا پیدا کنید که این سختی رو بتونه آسون کنه. من برای شما امشب توضیح میدم که چگونه این رو آسونش میکنم. یکی در دنیا اگه پیدا کردید که مذاکره سخت رو تبدیل به آسون کنه. برای همین چون دیگران راهکار ندارن، این تیکه رو مخفی میکنن از شما، به شما توضیح نمیدن. چون تا به شما بگن که اینجوری داستان، میگی سخته بابا، غریبه، مگه چی بخواد به من اعتماد کنه؟ من نه دفتر دارم، نه دستک دارم، نه سرمایه گذاشتم، مثلا هیچ، چرا باید اعتماد کنه؟ خب اینا رو متاسفانه از شما مخفی میکنم. دوره برگزار میشه تو اتاق بازرگانی، 20 میلیون 30 میلیون میگیرن، تا این تیکه مخفی شده رو ازش میگذرن، سریع هم میگذرن، آخری ریز میگذرن. شما که متخصص نباشی نمیفهمی چی رو خوردی، و میرن رو موضوعات مثلا چگونه پرفورما بزنیم. اینکو ترمز چیست؟ یادداشت کنید ترم ایکس ورد چیه؟ ترم اف او بی رو بخوام به شما تدریس کنیم خوبای من. بعد شما هم بنده خدا چون چقدر علم یاد گرفتیم، میری 20 میلیون میدی، بعد هنوزم بعد 15 سال یه صادر کننده نداریم. اتاق بازرگانی اعلام میکنه 16,000 تا کارت بازرگانی صادر کرده، 5 سال عددش کم و زیاد نشدن، ثابت مونده. چجوری شما؟ اینا همه سواله واقعا، بهش فکر کنید شما. خب بریم ادامه داستان. میزان وقت و انرژی که مشتری قرار از من بگیره. آشنا کمتر وقت و انرژی میگیره یا غریبه؟ غریبه چون سخت داره وقت و انرژی بیشتر میگیره دیگه، من نمیشناسه که. آشنا باشه کمتره. پس تا اینجا فهمیدیم، به فرض مشتری پیدا کنم که آشنا باشه، یه مشتری چالش هاست که اصلا این حجم نمیخرن، غریبه هم میخرن، ولی خب خیلی سخته، خیلی سخته. یه آسونی اینجا بود، یه خوبی هم اینا داشتن، هر دو مزایا داره. آشنا مزایاشون بیشتره، بدیش اینه که تعداد زیاد نمیخرن. تعداد زیاد خب اصل داستان اینه در تجارت، سود من زمانی خوبه که تعداد زیاد بتونم بفروشم. اینا تعداد زیاد همه چیش خوبه، این تیکش اصل داستان اینه. مثلا اینکه بابام خیلی خوبه استاد، خب ولی پول نداره. اصل داستان یه بابا ازش پول میخوان. بابام خیلی خوبه، همه جوره عالیه، خب ولی پولو نداره. فقط اصل داستان فدات بشه همین تیکه است، اینو نداره. آشنام همه چیش خوبه، پول نداره که فقط جنس بخره از ما، همه چیش آفرین خوبه. اما نکته اساسی داستان میدونی از کجا شروع میشه؟ خوب دقت کن. یعنی من اعتقاد دارم آشنا بهترین گزینه است، فقط این تیکه پولشو باید حل کنم. پولم دست غریباست، غریبا بقیه چیزاشون بده. ما تو آراد حرکتی زدیم، غریبه ها رو تونستیم تبدیل کنیم به آشنا. این معجزه کار ما بود، کاری کردیم غریبه ها آشنای شما در بیان. جلوتر توضیح باز میدم. اگر کسی توانست کاری کنه سوئدیا، نروژیا، برزیلیا با تو آشنا بشن، بیاد حرف بزنه که بگن تو رو میشناسیم. ما این کار رو کردیم، غریبه های دنیا رو برای شما آشنا کردیم. اینو هر کی ادعا داره بیاد وسط، کاری کنه که مشتریم از جنس آشنا در بیاد. بریم اسلاید بعدی، جلوتر توضیح میدم مفصل. گیرم مشتریتم پیدا کردی. میرم تو رو با یه چالش جدیدتر روبرو میکنم، با چالش رقبا. رقیب حرفش اینه
قسطی بخری بردی یا قسطی بخری بردی، یعنی من قسطی بهت میدم ببر. یکی میپرسه که استاد میتونیم تو تجارت تو صادرات کاری کنیم مشتری اول پول بده بعد ما بهش بارو بدیم که خیال جمع باشیم؟ میگم بله میشه، بله میشه. اینو برید از شرکت های دیگه بپرسید که به شما میگن، همه میگن بله میشه، اما بگو خب راهکار بده چگونه میشه. مثلا میگه که یه 20% 30% بگیر بعد بقیهشو بگیر. میگم فدا بشه، اون 20% 30% اولش حاضر نیست بده، بعد بقیهشم چرا باید بده وقتی هنوز جنسو تحویل نگرفته؟ چرا باید اعتماد کنه؟ میگم بعد به چالش بکشیش. میگه خب الان این داستان سختش اینجاست که اعتماد نمیکنه، برای این چه راهکاری داری؟ میگه سایت تو خوشگل کن. میگه این داره با دیوار صحبت میکنه، سایتمو خوشگل کن، میخواد 10 میلیارد پول بده، سایت خوشگل کن. چی داری میگی؟ تجارت حالا نکردی، اصلا نمیدونی داستان چیه. بزرگاش راهکار دیگه به شما میدن، یعنی اونایی که ادعا دارن که بزرگ این داستان هستن راهکار میدن. راهکار شماره 2 میگن با شرکت‌های بازرسی مثل SCS ببند که اینها بارو تحویلش ندن تا تو پولتو بگیری. میگم فدات بشم، مشتری پول نقده، مشتری پادشاه است، کسی که پول داره اینجوری اعتماد نمیکنه، مگر اینکه تو کارخونه دار باشی، تولید کننده بزرگ باشی، SCS برات تو بیاد وسط. تویی که اصلا هیچی نداری چی داری میگی؟ SCS کجای داستانه؟ با یه سری اصطلاحاتی که بعضا افراد مردم عادی نمیدونن اینا رو فریب میدن، تکنیک های شیطانی که من بارها بازش کردم برای شما، استفاده میکنم متاسفانه از ناآگاهی مردم. چاره بارو به شرکت مثلا بازرسی تحویل میدی، به شرکت حمل و نقل تحویل میدی، اما به حمل و نقل میگی که بارو برات نفرسته تو پولو بگیری. باشه گیرم مثلا به شرکت حمل و نقل تحویل دادم که بارو نفرسته، خب کرای باری که الان داره میخوره هر روز برای من در میاد چی؟ این هزینه انبارداریش چی؟ اینا رو شما مخفی میکنه. اومدیم اون پول نداد، یک ما منو نگه داشت، بارم تحویل اینجا دادم، این چی؟ این کرایه بار، این همه هزینه انبارداریش با کی؟ اینا رو باید به چالش بتونی بکشیش. بلد نیستی، مسلط نیستی، طرف هم هر ادعایی میتونه برات بکنه، آقا ایناش با کی؟ بعد میگه آره آره ایناش ریسکایی هست از تجارت دیگه، تجارت بدون ریسک هم که نمیشه. راحت خیلی ریز لحنش عوض میشه، رد میشه. فدات بشم، اصلا ساده نباش، آموتور نباش، هر کی هر چی بگه تو هم بشنوی، شنونده خوبی هستید متاسفانه. پای حرف همه میشینید، هر کی تو هر شبکه اجتماعی حرف بزنه پایه تمتون ماشاءالله نباشه، اینجوری نباشه واقعا. پس یه بحث، زمانی مشتری بخواد پول نقد بهت بده که یک، یه قیمتی بدی که اصلا نتونه پیدا کنه، قیمت رقابتی باشه، پایه باشه بهت کار کنه. حالت اصلی داستان برندسازی. فدات بشم، همه جای دنیا برای اینکه این مشکل رو حل کنن خودشونو میارن بالا، هم بحث اعتماد سازی بالا دارن و هم اعتبار بالا. خود شماها عزیزای من وقتی یه تبلیغات گسترده میبینید، میخوای بری ماشین لباسشویی بخری، اصلا همون اول پولو میدی، میگه طرف فردا پس فردا بارو برات میفرستیم. همین تو در مواجهه با این شرکت میگه قبول، اصلا هیچ فکری نمیکنی که آیا قابل اعتماد هست یا نیست، آیا واقعا میفرستد نمیفرستد. همین تو، همین من، میدیم توی مغازه کوچیکتر برای خرید ماشین لباسشویی یا هر چیز دیگه، هزار تا فکر و خیال، نه چی گفته فلانه، اگه نده چی، به این میرسیم راحت پول میدیم، به این میرسیم نمیدیم. به من ربطی نداره اصلا، به اونا ربط داره. این برندسازی کرد، کاری کرد، ناخودآگاه ضمیر ناخودآگاه من بهش اعتماد کرد، این نکرد ناخودآگاه من. فدات بشم، تکنیک هاییست در مذاکره به اسم تکنیک های ضمیر ناخودآگاه. من یه پادکست 90 دقیقه‌ای برای شما ضبط کردم، برید دوباره گوش کنید. وقتی به شما میگن که کدومو میخوای، تو انتخاب میکنی این یا این، اما اگه بگم خودکار میخوای، تو حق انتخاب داری که آیا میخوام یا نمیخوام. اینا تکنیکیه که افراد استفاده میکنن. میدی کنار یک بستنی فروشی رد میشی، سه تا دستگاه بستنی گذاشته، میگه کدومشو بدم، چرنگیشو بدم. تبریک آلیس هم همین تکنیک استفاده کرد، یه هلوشو بدم، لیموشو بدم، نگفت ماشین میخوای، کدومشو بدمه که طرف چوت گفت آقا همشو بده، بده بدهش کن، نخواستی مثلا بده همشو بده ما میبریم. اما نپرسید اینجا مثلا به شما پفک بدم یا مثلا ماشین بدم،
قیاس این سبکی نبود. اینا تکنیک هایی است که تو بعضا نمیدونی. در تکنیک های برندینگ دقیقا از همین روش ها استفاده می شود تا مشتری بی خیال این داستان بشود که آیا به تو اصلا باید اعتماد کند یا نکند. برندت انقدر باید بتونی بیاری بالا طرف اصلا بی خیال این قسمت از فکر بشه. بره ادامه داستان، بره ادامه مذاکره. خیلی از عزیزان میان از من میپرسن استاد فلان مشتری خارجی برگشته اینجوری گفته چی بهش بپوشم اعتماد نمیکنه پول بزنه. یا خب چون برندت ضعیفه دیگه، برندت ضعیفه اعتماد نمیکنه، به اعتبار نداری. این مشکلات هست، طبیعیه. مذاکره رو سخت میکنید برای خودتون. نمیدونم چرا دوست دارید که همه کارتون رو سخت پیش ببرید. من به تنهایی عاشق راحتی ام. نمیدونم بعضیا همش دوستان سختی تحمل کنم. بریم مثال بعدی. گیرم قیمتت هم اوکی، مشتری هم حاضر بود دست به نقد به شما پول بدهد، تحقیق بازارم کردی، محصول اوکی، مشتریت هم پس پیدا شد، همه چی اوکی، اصلا فرض اوکی. سوال بعدی که مشتری از تو میپرسه، تو کی هستی؟ شما کی هستی؟ چه کسی هستید؟ تولید کننده ای؟ بازرگانی؟ تاجری؟ دلال یا واسطه؟ یا شرکت تجاری صادراتی داری؟ تو کدومی عزیزم؟ خیلی ها میترسن از این سوال. گفتا چی جواب بدم به این سوال؟ من الان چی هم واقعا؟ خیلی مهمه. خیلی مهمه این سوال. یعنی همه چی حل شده، حالا داره آماده میشه برای این که از تو بخره. سوال بعدی که مطرح میکنه اینه. شما چه کسی هستید؟ خیلی هاتون که متاسفانه ماشالله دلال شدید. الان به بعضی ها برخورد. دلال. آیا دلال خوب است یا بد؟ تعاریف کلمات جابجا میشوند، تحریف میشوند. دلال یا واسطه، تعاریف رو بفهمید عزیزان من. دلال یا واسطه به شخصی یا اشخاصی گفته میشود که صرفا معرف هستن و کمیسیون خودشون رو میگیرن. یعنی چی؟ یعنی اگر این کالا 1000 تومانه مشتری براش پیدا میکنه، اینم تولید کننده شیم بره، خب این کالا هم 1000 تومان، مشتری میاره برای تولید کننده میگه آقا 1000 تومان گفتی بهش بفروشیم، باش از این سم از تولید کنندهش کمیسیون میگیره، درصد میگیره. به این میگن چی؟ دلال. آیا بد است؟ کجاش بده؟ یکی بگه آقا بده. تولید کننده آیا خودش فرصت میکنه که مثلا بره؟ خب تولید کننده همه هدف تولیدش همینه دیگه. اما چیزی که در ذهن شما جا افتاده به عنوان دلال و بد میدونید، من تو کتابم صحبت کردم درباره این که این به این میگه 1000 تومان، این میره به این میگه 1200 تومان. آقا تو چیکار کردی به این رفتی گفتی 1200 تومان؟ برای چی 200 تومان کشیدی روش؟ چه بار منو خراب کردی؟ طرف اصلا نمیخره، بعد میگه ما گرون فروشیم، شرکت فلان گرون فروشه. این تیکش بده که دلالی که شما میشناسی این جنسه. استاد آیا ما هم با این مدل که رو قیمت میاریم دلال هستی؟ اصلا فرق دلال و تاجر و در واقع به نوعی کانفرمینگ هوسز بهش در اصلا میگن چیه؟ اصلا چیه کانفرمینگ هوسز؟ خوب دقت کنید عزیزان من، شما با تامین کننده ای در ارتباط باشید، تامین کننده یا تولید کننده فرق نمیکنه. شاید خیلیتون تولید کننده هستید الان، خیلیتون تولید کننده نیستید. چنانچه با تولید کننده در ارتباط باشید که بخواید محصول اینو بفروشید، پس اینجا شد خط تولید، وظیفه‌اش معلوم شد، بار رو آماده کرده، کالا رو آماده کرده، تموم شده. شما چنانچه برای یافتن مشتریاتون، برای حرکت‌هایی مثل لوجستیک، مثل اینکه راحتش کنم، اعتمادش رو به دست بیارم، کارهایی بکنید، سرویس‌هایی دهید که تجارت اعتماد کردن آسان شود. در واقع شما دارید تجارت می‌کنید. بهش در اصطلاح میگن کانفرمینگ هاوسز. خوب دقت کن. و قانونی است و هیچ مشکلی هم نداره. نه شرعی نه قانونی، هیچ مشکلی نداره. خوب دقت کنشو. به این میگن تاجر یا بازرگان. خوب دقت کن عزیزان من. حالا خود بازرگانی داستانش متفاوت میشه. بازرگانی تو تعاریف تاجر میتونه یک نفر باشه. بازرگانی تیم سازی میکنم، سیستم سازی میکنم. من یه جلسه فرصت بشه در تو سیستم سازی به شما توضیح میدم. خیلیاتون که رشد نمیکنید چون سیستم سازی اصلا بلد نیستید. اونو بعدا براتون باز میکنم که اصلا چه جوری میشه. آراد داره چیکار میکنه بدون یک ریال وام؟ این همه نیرو دنیا داره، حقوقم میده، پولش در میاد، به بونگا پول میده، چه جوری این پولا در میاد؟ پول از کجاست؟ خیلی از ذهنشون ارور میده. یه بار
اداره اطلاعات به ما گیر داد که آقا این پولاتون پولشویی کجای بیا اینجا شفاف سازی کنیم. ما رو بردن اونجا کلی هم توضیح دادیم گفت سفید سفید کار کنید حل. خوب دقت کن، ارور ذهنیه، خیلی از سیستم سازی اصلا بلد نیستن. این طرف رفته وام گرفته میگه من دارم سیستم سازی میکنم. چی داری میگی به من؟ سیستم سازی میکنی؟ رفته یه جایی که وام گرفتی اینو جلسه براتون توضیح هم دادم که داستان چیه. رفته بخواد زمین خریدی اونجا میگه من دارم سیستم سازی میکنم. پس یکی از سوالاتی که مطرح میکنه این تیکه است. شما رو با چالش مواجه میکنه در تجارت که اگر پاسخ درستشو ندونی یقینا از شما نمیخره. نمونهش تو ایران خود اسنپ، اسنپ فود رو در نظر بگیر. خود اسنپ بحث راننده و اینا نمیگم، اسنپ فودش. اسنپ فود مگه خودش داره مثلا میفروشه؟ واسطه اندر واسطه است. یعنی چی؟ یعنی خود اون فروشگاهی که داره مثلا همبرگر میزنه، همبرگرشو که از اینجا دیگه خریده، تولید کنندش که دیگه است. این مغازه دار یه سری سرویس ها ارائه میکنه تا همبرگر رو با سس قاطی کنه، چهار تا میذاره گوجه روش، آب میوه فروشه که اصلا داستان داره. کافا که دیگه بدتر. کافا رو نگاه کنی نمیدونم این یه دونه قطعه اینو با اون یه دونه دو تا قطعه شیر قاطی میکنه یه اسم جدید میشه. اسپرسو رو با دو تا قطعه آب بریزه اسمش عوض میشه. اسپرسو رو با لیمو ترش بریزه یه چیز دیگه میشه. ولکام تو هر کی دوست داری. اون یکی هم که جدیدن اومده یه چیزو با این نوشابه زمزم چی اسمش 7 آپا قاطی میکنه، میگه آقا بیا اصلا یه اسم عجب غریبی دیگه. اینا دیگه واسطه اند در واسطه اند. یه حرکت های اینجا اگه بخوای به اون بگی واسطه، پس اینا چی هست؟ دوباره تازه اسنپ میاد میگه همه این فروشگاهی که شما خودتون واسطه بودید، مشتری بیاد از من سفارش بده، من بیام به شما سفارش بدم، بارو بفرستید. و مردم هم ملت همینطور پشت هم از اسنپ بیشتر سفارش میدن تا مستقیم برن خودمون فست فودی یا رستوران غذا سفارش بدن. سوال چرا؟ چرا واقعا میخندی شما؟ اما این از خنده پول در میاره، تو اینجا نشستی داری میخندی. این گیر داستان اینه. چرا؟ چون مردم برای راحتی حاضرن پول بدن. تولید کننده اصلا نمیخواد، ذهنش بسته است، نمیخواد آقا کار مشتری رو راحت کنه. جلوتر توضیح میدم چرا نمیخواد. نمیخواد یا نمیتونه اصلا. این استراتژی نره که کار مشتری رو تا استراتژیش اینه مثلا اگر ظرفش این شکلی بود، قیافه ظرفش مثلا دستش بالا باشه، ظرف شیر تا دیروز میخرید دسته از بغل، بعد میگم آقا کارو برای مشتری راحت کن، راحت بهش برسه، میگه باشه، دسته رو میبره بالا، فکر میکنه مثلا اینجوری راحت شد کار. تا ذهنش استراتژی ایدهش اینه، جای دسته بعد میرفت بالا مثلا، بعد میگه چرا فلان جا از ما بیشتر میفروشن، ما تولید کننده ایم اندازه اون نمیفروشیم. چی بگم بهت؟ انگار نگاه مشتری اینه که دستش کجا باشه. برو اسلاید بعدی. خب همین رو گفتیم. سوال اساسی من از شما بزرگواران، فرض تحقیق بازار کردیم، مشتری پیدا کردیم، قیمت هم خوب، تو هم اصلا تاجر بین‌الملل، همه چی اوکی، سوال بعدی چرا باید از تو بخره؟ شبیه تو دیگران هم هستن، چرا باید از تو بخره؟ به این سوال کم بشین فکر کنیم. راهکار چیه؟ آرا چه کار کرده که خیلی ها میفروشند؟ چرا باید از تو بخره؟ شرط پرداخت دوکی بود. شرط پرداخت چیه؟ شرط پرداخت شما بزرگوار اینه که پولو کامل میدی 100%، بعدم بار میدی. خب شرط پرداخت که ماشاءالله همتون دست به نقدید، نقد بگیر، یعنی باید حتما مشتری پولو کامل، اون یکی میگه قسطی بخری بردی، تو میگی بعد پولو کامل نقدم بدی. خب باش. شرط تحویل کی تحویل میدی؟ حالا باید تمام کنم پولو تو بزن، حالا هر وقت دلم خواست برات میفرستم. شرط تحویل هم که اینجوری خب دیگه دست از پذیری. کجا بیام ببینمت؟ ما که دفتر نداریم، حالا فروشمون هم آنلاینه، اگه خواستی از تو اینترنت سفارش بدی. ای به به دیگه. خب دیگه شهرت و اعتبار چی؟ اعتبار داری مثلا؟ حالا همین رو قبول، اعتبار داری که من بگم به خاطر اعتبارت حاضرم پول بدم به شما بخرم؟ اینم که ماشاءالله. ای خدای من، خدای من، آرا تو چه کردی؟ من واقعی دارم میگم با این تاجران خودت که تاجرها هیچ کدومشو ندارن و باز هم میفروشن. این معجزه است، معجزه است. چون شما با تولید کننده در ارتباط نیستید. من هر روز جلسه دارم میرم، من بهش بگم که بچهای ما در تجارت هیچ کدوم اینا رو ندارن و باز میفروشن، این ارور میده ذهنش که یعنی چی؟ من کلی دم و دستگاه خدم و خشم دارم نمیفروشم، تو چجوری بچهای شما دارن تجارت میکنن؟ کل کشور هر جا میری میگن آراد برندینگ، آراد برندینگ، آراد ویل کنید دیگه. کی هستی شما؟ ای آراد تو چه کردی؟ بریم اسلاید بعدی. من این همه رو توضیح بهت میدم، برای همش حرف دارم، وقت فقط کم نگیرم. از شهرت و اعتبار شروع میکنم. با تکنیک برندینگ، برندینگ سه مرحله برای ذهن مشتریتون ایجاد میکنه. مرحله اول مرحله قبل از ارتباط هست، سمت راستیه.
یعنی قبل از اینکه مشتری شماره شما رو برداره به شما پیام بده یا زنگ بزنه، در ذهنش با تکنیک برندینگ کاری میکنیم که یه اعتماد بالا در ذهنش برای برقراری ارتباط با شما شکل بگیره. قبل از ارتباط، قبل از اینکه شما رو بگیره، در فضای مجازی، در فضای فیزیکی کارهایی انجام میدهیم که اعتماد کند. اینهایی که نمیفروشید جلوتر توضیح میدم، ضعف خودتونا و تکنیک پاسکاری که من در جلسه قبلا بهتون یاد دادم یاد نگرفتید که اگر از تو نخرید پاسش بده، این مشتری رو پاس بده، بذار تاجر همکارت که در مذاکره قوی تره بذار باش مذاکره کنه. اینو هنوز بلد نیست. پس قبل ارتباط یا اعتمادی داره میره حین ارتباط، یعنی شماره رو برمی‌داره شروع می‌کنه به صحبت کردن با شما، یا اینترنتی صحبت می‌کنه یا می‌خواد بیاد اولین بار حضوری. حین ارتباط میزان اعتمادش آیا بردی بالاتر از قبل یا پایین‌تر بردی؟ شرکت‌هایی در تلویزیون تبلیغات می‌کنن، اسم نمی‌برم، میگه آقا خیلی اینا بزرگن، یعنی قبل از اینکه ورود پیدا کنی ذهن گفت قابل اعتماد است. میری تو فروشگاه، آیا اعتماد بیشتر شده از چیزی که از قبل شنیده بودی یا دیده بودی یا کمتر شده؟ دقت کن به این موضوع. میری حالا میخوای ارتباط برقرار کنی با اون فروشندش، یعنی ارتباط برقرار شد، خرید انجام شد، داستان تموم، یا حتی خریدم انجام نشد، داستان تموم، از فروشگاه میای بیرون، بازم مثل اون سابق، مثل اول بهش اعتماد داری یا اعتمادت کم شده؟ یعنی قبل یه چیزی فکر میکردی بعد یه چیز دیگه شد، یا نه گفتی آقا اصلا بهتر شد، چقدر مجموعه قوی تری هن. پس یه قبل، یه هین، یه بعد. آیا شما در تجارتاتون بعد از اینکه ما مشتری رو میسپاریم به شما میگه آقا دمتون گرم و اعتماد میاد بالاتر، یا میگه این چی بود؟ ما یه چیزی دیدیم، یه چیز دیگه در اومد. شب این بستنیایی که ظاهرش خوشگله بعد باز میکنی یه چیز قیافش مثلا اینجوریه، اینجوری نشه. یا میگه نه بسته‌بندیش به درد ما توش واقعا چیز با کلاس با کیفیتی بود. کدومید؟ یا یکیش میگه من همش خوبم، یکی اصلا همش بده. آقا اول حداقل خوب باش، حالا تو مذاکره ضعیف بودی اشکال نداره. اما اولش هم بدی و تو مذاکره هم ضعیفی، امکان نداره تو بخری فدات بشم. رفتی از این ساندویچ کثیفیا سمتای اونایی که حرم مثلا حالا تو مشهد توی قم سمت حرم یه مغازه کوچولو هستش که طرف مثلا یه دست لجنش همه دست میکنه ساندویچ درست میکنه، ما به اینا در اصل میگیم ساندویچ کثیف. خودش هم ساندویچ کثیفه، بعد میگه چرا مشتریای من لاکچری نیستن، هر مشتری میاد تو مغازه من در به داغونه. خودت فدات بشم اول در به داغونی، خب در به داغون در به داغون جذب میکنه دیگه. من توقع داری مثلا کیسه زباله باشی بعد مثلا زنبور عسل بیاد روش بشینه، مگس بعد بیاد روش بشینه، شیرینی باش، زنبور و بقیه چیزا میان روش، خودت در به داغونی، بعد میگه اینا چه اینجوریه. این اصلا فکر مال خودش، خیلی توهمی داره تو ذهنش، فکر مال خودش چیز لاکچریه. من از خیلی میپرسم، من اینو تو میتینگ های روز یک شنبه بحث میکنم با خیلی از عزیزان، که تصور نسبت به خودت چیه، مجموعت مثلا چقدر بزرگی، چقدر شناخته شده است. از شما میپرسم، برای خود یادداشت کن، تو رو در ایران چند نفر میشناسن؟ یه عددهای عجیب غریب میاد، توهمیه، یعنی خود شخصیت واقعی نیست، یه چیزهایی که فکر میکنه اینه. حالا اینا نمیخوام وارد بشم، بریم اسلاید بعدی. پس یه بحث شهرت و اعتبار مهمه در هر سه مرحله. برو اسلاید بعدی لطفا. بچه اتا فرمان هستید؟ آفر. گام دوم دسترس پذیریه. طرف بگه من میخوام صادر کنم از ایران به یک کشور دیگه، خب کدوم کشور فدا بشم؟ کدوم کشور؟ اگه با آراد کار کنم کدوم کشورها را میتوانم از جنس آشنا داشته باشم توش؟ میگم تو کجا رو میخوای؟ قزاقستان رو میخوای؟ قرقیزستان رو میخوای؟ نپال رو میخوای؟ چین رو میخوای؟ مغولستان میخوای؟ روسیه میخوای؟ ترکمنستان میخوای؟ افغانستان میخوای؟ پاکستان میخوای؟ هند رو میخوای؟ کجا رو میخوای؟ مالزی رو میخوای؟ اندونزی میخوای؟ ژاپن میخوای؟ کره میخوای؟ ماداگاسکار میخوای؟ تانزانیا میخوای؟ سومالی میخوای؟ کجا؟ اتیوپی میخوای؟ کنیا رو میخوای؟ موزامبیک رو میخوای؟ واقعا مشخص کن. نیجریه میخوای؟ سودان میخوای؟ مصر میخوای؟ لیبی میخوای؟ تونس میخوای؟ الجزایر میخوای؟ مراکش رو میخوای؟ غنا میخوای؟ کجا رو میخوای تو؟ اوکراین میخوای؟ تو خود اوکراین بد بدم که میگه اونجا جنگه، اونجا میخوای؟ فنلاند میخوای؟ سودان میخوای؟ سوئد رو میخوای؟
نروژ رو میخوای، دانمارک رو میخوای، آلمان رو میخوای، فرانسه میخوای، ایتالیا میخوای بهت بدم، اسپانیا، پرتغال، انگلیس رو میخوای، کجا رو میخواهید؟ آمریکا میخوای، برزیل میخوای، مکزیک میخوای، آرژانتین میخوای، کجای دنیا رو میخواید که ما آشنایان خودمون رو به شما نتوانیم وصل کنیم؟ یونان میخوای کجا؟ لطفا مشخص کن. شما یک کشور بگو که ما آدم نداشته باشیم. چرا طرف پول 400 میلیون 500 میلیون میگیره برای تحقیق بازار؟ چون ندارد. چرا آراد رایگان میدهد؟ چون دارد. کسی میتونه بیاد رایگان تحقیق بازار رو کنه؟ چون دارد. فدات بشم. قیمت یک کالا رو در کجا میخوای؟ تانزانیا میخوای؟ لحظه‌ای زنگ بزنیم بچه تانزانیا قیمت این کالا رو بدید. لحظه‌ای قیمت تک به تک سوپرمارکت‌های کوچیک، مغازه‌های کوچیک، فروشگاه‌های کوچیک، عمده فروشیش، همه میزان مصرف، تقاضا، بسته‌بندی، مدلش، قیافش، ظاهرش، تمامش رو تو 5 دقیقه برات بیارم. تو می‌خوای بری تحقیق بازار کنی 400 میلیون از طرف می‌گیری؟ کجای دنیا رو رابطه می‌خوای؟ اینا رو داریم، بعضیا بلد نیستن ازش استفاده کنن و نمی‌فروشند. اینجا گیر داستان است. بلد نیستید، یاد بگیرید اینا رو. اینا رو حالا یاد دادنش بچه‌های کمیسیون های مختلف من گفتم بهشون، جلسات خصوصی که میام بهشون یاد دادم که چجوری تو بنگاه هاشون به شما آموزش بدم. برو اسلاید بعدی، وقت نداریم. برو اسلاید بعدی. شرایط تحویل قبول، دسترس پذیری همه جا هستید، شهرت و اعتبار اوکی. تحویل چگونه به من تحویل میدید؟ ایکس ورک درب کارخونه. من باید پاشم از چین بلندشم بیام درب کارخونه بخرم، من باید از عراق بلندشم بیام درب کارخونه؟ اصلا جذاب نیست برام. مثل اینکه به طرف بگی آره سفارش میخوای بدی یه دونه مثلا همبرگر بخری، پاشو بیا رستوران ما اینجا تو صف وایسته تازه، بعد اینجا به ما بگو چی میخوای. عزیز من، این زمانی اتفاق میفته که منحصر به فرد باشه. طرف پاش از سر کوچش جابجا تو، مگر اینکه بگم یه کیفیت خیلی خاص دارم، یه قیمت خاص که نمونهش پیدا نمیشه، واقعا یونیکنس. طرف اینجا بگه الان بخاطر تو با میشم میام. بله چرا باید بیام؟ شرط تحویل دیگه سخت میکنه برام، بلنشم بیام. ترم های تحویل، شرط تحویل خودم بارها آموزش دادم تو مدرسه تجارت، آموزشش هست. اینو باید کامل مسلط، چیزی که توی اتاق بازرگانی ها 7 میلیون 8 میلیون بابتش پول میگیرن، جلسه میذارن اینو به شما یاد بدن. این من رایگان یاد دادم. خیلی از بچهای توی مذاکرات این موضوع رو تدریس کردن، توی مکتب تجارت روسیه هم آموزشش هست. خود من به شخصه یه بار تدریس کردم تو مدرسه هست و بچهای مذاکرات هم اینو تدریس کردن هست. صفر تا صدش خود من که کامل اصلا یک ساعت توضیح دادم اینو. که جوری باید شرایط تحویل رو براش آماده کنی. طرف بگه آقا میارزه اوکیه، میخوامش. این موضوع خیلی مهمه برای یک تاجر. کار رو تو بخوای برای تاجر سخت کنی، پاشه بیاد درب کارخونه تازه اونجا تحویل بگیری، یه غریبه که اونم نگاهش اینه تو کلاهبرداری تازه، میگه تو تروریستی، تو اصلا بدی، تو جانی، تو نگاهش اینه. اون خارجی میترسه. ما روز اول که نماینده خارجی میآوردیم، طرف میگفت من با خاندان خودم خداحافظی کردم که دارم میرم یه کشوری که جنگ زده است. این ایران رو با عراق اشتباه گرفته بود، انقدر رسانه ها براش حالت رو ترسناک تصویرسازی کرده بودن. این اومد تو ایران گفت آقا اصلا نمیدونستم داستان اینه، به ما یه چیز دیگه اونور دارم میگن درباره شما. خب تو طرف میترسه، بعد میگه تازه پولت هم بده نقد، بعدا ما بیا تازه خودت بیا اینجا بارو بگی ببر. به این درسته میگن ایکس ورک اصلا برای یک تاجر خارجی جذاب نیست. درب کارخونه بیاد بگیره، با تولید کننده صحبت میکنیم، فقط حرفش همینه، بیا ایکس ورک، من اصلا هیچی بلد نیستم، چون اصلا این کدا رو نمیشناسه. این جذاب نیست. بعد میگه که واسه چرا صادرات نمیکنن، چرا کشور فلج؟ اول فلجاش فهمیدی چرا؟ تو پول از یه جا دیگه نمیاد، پول از یه خانواده دیگه نمیاد تو خانواده ما، پول همش تای داستان از خانواده ماست. یکی هم میاد اختلاس میکنه، هر چی پول بود میگیره میبره یه جا دیگه. کشور خانوادهش چی میشه؟ فقیر میشه. دولت میگه چیکار کنم جایگزین کنم؟ پول چاپ کنم. پول چاپ کنی داره چیکار میکنه؟ تورم. تورم یعنی چی؟ یعنی ارزش پول بیا پایین. بعد تو میگی نمیفهمی که، بعد میگه قیمت گوشی گرون شد. فدات بشم، گوشی گرون نشد، پول تو بی ارزش شد. گوشی گرون شد، سیب گرون شد، خیار گرون شد. خیار اینجا مثلا دوم در آورده الان گرون شده. یا مثلا یه پوستشو عوض کرد، به جاش که من پوست موز میذارم. تا دیروز قیافم خیار بود، الان قیافم پوست موزی شد، گرون شدم. انگار تغییر ایجاد شد براش. اینا همون ذهنیت‌ها و باورهای غلطی که شما راحت فریب می‌خوری در اقتصاد. برو اسلاید بعدی. شرایط پرداخت. نکته اول، ما که تحت هر شرایطی اصلا نسیه و قسطی و از این حرفا کار نمی‌کنیم. همه تجار شرایط پرداخت کاملا نقد. خود نقد چند مدل داره.
نمیتونم تو جلسه عمومی امروز اینجا بازش کنم. نقد فقط نقد، تعهد هیچ شرایطی نیه بگی من بار فرستادم، حالا طرف گفت من پولو بعدم بهت میدم، بارو بفرست مثلا بارنامه صادر بشه من بعدم پولشو میدم. اصلا نگو بار از کارخونه تکون نمیخوره، تکون نمیخوره، پول کامل تسویه میکنم، بار تازه از انبار کارخونه خارج میشه. چجوری راهکار داره؟ برندت وقتی بیاد بالا طرف مجبور میشه که کار کنه، برندت ضعیفه تو مجبور میشی بار بفرستی، نمیای روی این برند خودت قوی کار کنی. شما الان خیلی از بازیگرها من دیدم تو شبکه اجتماعی رسانه های ایجاد شده، رسانه ها خوب دقت کن میرید مثلا مصاحبه میکنه، آیا تو با فلان بازیگر حاضری ازدواج کنی؟ طرف با کله میگه بله. چرا؟ چون برنده. همون آدم بهش میگم با یک نفر دیگه چند تا خواستگار داشتی، مثلا میگم 50 تا خواستگار داشتم به همه نگفتم. ای به اون رسیدی با کله؟ بله. به این میرسی به 50 نفر؟ نه. چرا؟ چون برند است. تو این نهی جز نهی میشی، خودتو قرار میدی، خودتو برند نمیکنی، بعد میگی چرا من متقاضی ندارم، خواستگار چرا ندارم، چرا کسی من نمیخواد، چرا کسی طالب من نیست؟ چون برند نمیکنی خودتو، برند خودت، خودتو قبول نداری، بعد میگی اون چرا نیست. این گیره داستانه. طرف خودش میترسه، میگه آیا جواب بگیرم، خودش به خودش اعتماد به نفس نداره، اصلا خودش خودشو قبول نداره. خیلی وقت من دیدم همه مدیران ارشد دارن به شما فریاد میزنن بابا عزت نفس، عزت نفس، خودتو باور کن، خودش خودشو باور نداره، بعد میگه مشتری خارجی شه، من اعتماد نکرد پول بده نمر اون خوش میده. روش های مرسوم هست در دنیا به اسم دی سی ال سی، اینا همه تو ایران تحریمه، اصلا نمیتونی استفاده کنی، ولش کن، صحبت هم نمیکنم دربارش. یه روش حساب باز، حساب باز به نفع کیه؟ وارد کننده است. یعنی میگه بار بده من بعدم پول میدم، حساب برام اوپن کن، بازش کن. دیدی مثلا این زمانی ما تو ایران هم داشتیم، قدیم ترا نمیدونم تو روسام هست تقریبا، طرف یه دفتر برام حساب باز کن، بچه‌م هر وقت اومد ماست خرید، دوغ خرید، کالباس خرید، بزن تو حساب، من ماه به ماه مثلا میام با تسویه میکنم. این همین اوپن اکانت در واقع، یعنی بار میرود پول نمیگیره فروشنده. حالا بعدا اگر پول میری دفتراشو نگاه میکنی، الان بعضی کلیپ ساختن ها، به جان خودم داستان شده، طرف کلیپ ساخته توی شبکه‌های اجتماعی به عنوان خیر خودشو نشون میده، بعد میره به طرف میگه که به عنوان طنز پرانتز میگم که یکم انقدر یاد گرفتید یکم مغز استراحت کنه، لذت بخش بشه، میره توی مغازه به عنوان خیر، میگه من خیرم، دفتر حسابتون رو بیارید، افرادی که بدهکار هستن بهم بگید که چقدر میخوام بدهیشون رو من تسویه کنم. بعد اون فروشنده بنده خدا خوشحال میشه، ای واقعا راستی آره، بعد دفترشو میده، بعد این نگاه میکنه میگه اوه اینا همه هست، خب این 2 میلیون 3 میلیون فلان، طرف حالا اونور پشت دخل اینور نگاه میکنه، خب دوربین داره نداره، بودو که رفتیم، دفتر رو میگیره در میره، بعد میگه من خیرم دیگه، خیلی رسوندم، حالا تو بیفت دنبال بدهی یار. این همون مدل های دزدی که در دوران کودکی برام کودک شما نشون دادن، گفتن چقدر رابین هود افتخار آفرینه. بله بله ماشاءالله. اما ادامه داستان، پس فقط روش نقد کشه، حالا نقد یه وقت از جنس صرافیه، پول میذاره تو حساب صراف، یه وقت ارزهای دیجیتاله، یه وقت حالا طلا و موضوعات مختلف، یا پول بده به نماینده، نماینده اونور بخواد. داستان زیاد داره، روش زیاد داره، اما چون اینها این روابط رو ندارن میگن که LC فدات بشم. LC چی تو ایران؟ کدوم بانک ایران حساب داریم که طرف LC باز کنه اعتبار داشته باشه؟ 20 سال تحریم این، بعد تو میگی LC باز کن، دوره آموزشی LC گذاشتی؟ گیرم اصلا LC باز شود، کدوم بانک ایران اصلا اعتبار دارد؟ همه بانک ایران که برشکستن فدات بشم که. یه بانک مرکزی خبری به من یه جا خوندم که اگر 5% مردم برن تو یه روز بگن 5% همشون، نه 5% بگن هر چی پول داریم پول اونو بدید، بانک باید الان ورشکستگی کنه. بعد تو میگی نمیدونم LC باز کن، برو اسرائیل. بعد در مذاکرات تجاری گیرم، گیرم پولم تو بتونی بگیری، گیرم حالا ارزون بود، تحقیق کردیم همه چی اوکی، مشتری اوکی، میریم سر وقت مذاکره. این موضوعیه که من بارها به خیلی از تجار که طرف میخواد تجارت کنه، حالا کارخونه‌دار باشه، تولید کننده باشه، تامین کننده باشه، آدم عادی باشه حتی، بهش میگم، میگم سوال اول بریم سر وقت صادرات و مذاکره. تو الان فکر کردی طرف بهت میگه هلو، بعد تو هم خوشحالی آخ چون هلو رو بلدم، هلو، بعد فکر کردی کلمه بعدی، جمله بعدی که میگه اینه که هاو آر یو، تو میگی اینم بلدم، آم فاین ثانک یو اند یو، بعد جمله بعدی رو میگی مثلا همینجوری میمونی توش. تو فکر کردی طرف بهت میگه سلام علیکم، تو هم مثلا میگی من حرفه‌ای ترم، علیکم السلام و رحمت الله و برکات، تو هم اضافه میکنی بهش، بعد میگه آخ چون من یه چیز دیگه خیلی نابم. فدات بشن. همونطور تو توی ایران یه فردی از
افغانستان، پاکستان، ارمنستان و کشورهای دیگه بیان به تو بگن جنس تو بده، تو بهش اعتماد نمی‌کنی، همونطور که تو اعتماد نمی‌کنی به یه غریبه و بیگانه و خارجی که حتی تو کشور تو هم مستقر نیست، همونطور که تو اعتماد نمی‌کنی تو فکر کردی دیگران به تو اعتماد می‌کنن، تو تازه زبانش هم بلد نیستی، گیرم اصلا زبانشو بلد باشی فکر کردی بعدش به تو اعتماد می‌کنه پول بده، کی گفته تجارت اینجوری فدات بشم؟ اگه بله فارسی زبان باشه اونم مثلا میگه من توی ایران زندگی میکردم 50 سال، بله اینجوری راحت اعتماد، حالا راحت هم نمو راحت تره، خارجیه، دینش فرق داره، فرهنگش فرق داره، ساعتش فرق داره، ملیتش فرق داره، رنگ پوستش فرق داره، لهجهش فرق داره با تو، همه چیش متفاوته، تو فکر به تو اعتماد میکنه اینجوری؟ طرف برگشته میگه من رفتم یه هفته بازار عمان هیچ چی گیرم نیومد، رفتم یه هفته امارات هیچ چی گیرم نیومد، رفتم یه هفته فلان جا هیچ چی گیرم نیومد، تو فکر کردی مثلا اون کشور اونجا پخمه مثلا مونده منتظر تو بیا اینجا جنس بخره؟ هر کشوری شما سفر کنی طرف اولین حرفی که میزنه جنس تو بذار اینجا بعدا به پول میدی، تو فکر کردی چی رفتی اونجا مثلا مشتری پیدا کنی؟ هر کی رفت که شکست خورد، چی داری میگی فدات بشم؟ یعنی گیرم تو طرف میگه استاد من زبان استانبولیم خیلی خوبه، تو فکر کردی مشکل اقتصاد حالا اینه که مثلا زبان استانبولی کسی نداریم، مشکل اعتماد است، اصلا استانبولی بلد باش تو، طرف میگه کجای تو که داری زندگی میکنی تو، نه من تو ایرانم اما تو بخش مثلا آذربایجان زندگی میکنم، اونجا یه درسایی در مورد استانبولی هم خوندم، بلدم من ترکی استانبولی صحبت کنم، او رو بابا چی میگی تو، من به این حرفت من بیا 5 میلیارد پول بدم، چی داری میگی تو بابا، بهت پول نمیده اینقدر، ترکی استانبولی میگه، طرف میگه بچه‌ام فرستادم زبان انگلیسیش خوبه استاد، این خیلی زبان انگلیسیش خوبه، اصلا زبان انگلیسی عالی 20 عالی فوق العاده خوب، چرا فکر کنی طرفت اعتماد کنه چون زبان انگلیسی مثلا خوبه، چی داری میگی از تجارتی چی اینو نفهمیدی؟ برای اعتماد همونطور که ایرانی به ایرانی راحت‌تر اعتماد میکنه، بنگلادشی به بنگلادشی راحت‌تر اعتماد میکنه، نیجریه‌ای به خودش راحت‌تر اعتماد میکنه، عراقی به خودش راحت‌تر اعتماد میکنه، تو با یه زبون لهجه داری بعد میگی عراقیش از من نمیخره، هر کشوری مردمش به مردم خودشون راحت‌تر اعتماد میکنه، همونطور که تو پا میشی میری آلمان یه نفر میفهمه ایرانی میگه آخ چون تو هم ایرانی هستی خوشحالی، بعضی که ایرانی ببینن در میرن، معلومه چرا کلاهبرداری کرده، خوشحال میشی اونم هم ملیت خودش رو ببینه داره تجارت میکنه خوشحاله، طبیعیه، این موضوع ذاتیه، همه جای دنیا همینه، استاد خب چیکار کنیم، ما نه فرهنگمون میخوره نه دینمون با اینا یکیه، هیچیمون با اینا یکی نیست، بله ما 1% دنیا هستیم، واقعا میگم 1% همه چیمون فرق میکنه، نه اقتصادمون میخوره نه حجابمون داستانش متفاوته، همه چیمون متفاوته، همه چیمون رنگ پوستمون همه چی فرق داره، رنگ چشممون فرق، همه چی فرق داره، موامون هم فرق داره، دماغمون حتی فرق داره، بینی همه چیمون متفاوته، فرق بشم بعد میگه چرا به من اعتماد میکنه؟ آراد همه اینا رو چی تاوان داده تو فهمیده فدات بشن، همه اینا رو ما تاوان دادیم، ما اگه 5 سال پیش میدونستیم اینا رو، ما همه اینا رو تاوان دادیم و فهمیدیم و هزینه کردیم و امروز شما میبینید همه جای دنیا آدم داریم، رابطه داریم، نماینده داریم، دفتر داریم، شوروم داریم، تو هیچ هزینه ندادی، میگم آقا یه شرکتی از همه هزینه رو داده یا مفت استفاده کن دیگه فدات بشم، گیره چیه؟ طرف برگشته اومده یکی از مراسم های آراد گفته که به نظر من، به من که نگفته یه نفر گفته به گوش من رسید، به نظر من آراد که مراسم میگیره برای اینه که ما رو با همین مراسم ها مثلا جذب خودش کنه، نه اینکه الان توی کشوری هست، من بهش برگشتم گفتم ای کاش بعد اینو بهش میگفتی، گفت نه باش بحث نکردم، گفتم نه جواب رو یاد بگیری، جواب اینه، نه اینکه مثلا بچهای ما با حجابن الان کشور ما عاشق حجابه بعد ببینم ما با حجابی اینا بیشتر جذبمون میشن، هر کی میبینه بچهای ما که با حجابن که فرار داره میکنه که فدات بشم، چی داره میگی؟ بعد نه اینکه مثلا ما توی شهری هستیم که ناب مثلا همه ایران عاشق قومن، یعنی تو میشنون قوم میگه قوم بابا، نه اینکه مثلا همه عاشق ما هم مثلا ما تو قوم الان ساکن شدی، چی برای خود تصویر سازی کردی؟ نه اینکه همه الان عاشق مثلا مراسم های مذهبی و دینی و اینا هستن، مثلا این موضوع که داره پول ما رو میزنه فدات بشم، اگه اگر تو فکرت اینه که ما با این داریم پول در میاریم، که پول تو اصلا از اقتصاد چی نفهمیده اینگار، من باید اینو بگم تو الان تو یک رستوران بخوام پول بگیرم مدعی میذارن یا از این لس آنجلسی میذارن فدات بشم، پولی که قشم و کیش داره در میاره از چی داره در میاره، تو فکر کردن اصلا اقتصاد بعضی نمیدونن چیه، نمیدونم واقعا اینا
من که به شما دارم یاد میدم مثلا با اینو بحث نکنید، با منطقش میفهمی هیچ چیز از دنیا اقتصاد نمیدونه. فکر کردم مثلا مذهبی بشی پولت بیشتر میشه. مدارس غیر انتفاعی که مذهبی هستن پول بیشتری میگیرن یا غیر مذهبی هستن؟ غیر انتفاعی داریم مثلا مذهبی باشه، اصلا این برام سواله. دانشگاه دولتی پول بیشتری میگیرد یا آزاد؟ بعد تو آزاد مثلا مردمش دانشجوهاش پوشیده ترن یا تو دولتیش؟ نفهمیدی یه چیزایی رو که اصلا چجوری دارن پول میگیرن، اصلا استراتژی شیطان نمیدونی. ما بخوایم پول بگیریم روش برامون خیلی اوپنه. چی داری میگی؟ ما به خاطر اعتقاداتمون از پولهامون زدیم، چون پول اولویت یکمون نیست. اینو اگر تو بشنوی خیلی باور نمیکنن، میگن دروغه. چرا؟ چون خودش تو اعتقادش اینه، واقعا میگه گربه محض رضای خدا موش نمیگیره، چون اعتقاد داره خودش گربه است و فکر میکنه همه گربه هم. اینجا اصلا انسان پیدا نمیشه، اینا همه گربه هم. اومدن موش بگیرن. چی داره میگه این؟ نمیفهمم مثلا این تو دنیا نیست واقعا. میگه کافر همه را به کیش خیش پندارت، همین است. پس یک زبان، دو راه ارتباطی، پیامی، تلفنی، اینترنتی، حضوری در مذاکرات تجاری بسیار مهمه. سه، اسناد و مدارک، پرفورما، قرارداد، تعهدایی که میدی، همه اینا در راستای مذاکرات یک خودم انجام بدم، دو یکی رو داشته باشم که اهل همون کشور باشه، به این یاد بدم که آشنای منه، این بره با غریبه ها. ایها الناس، بدونید ارتباط با غریبه ها سخته. باید یه آدم داشته باشی که حاضر باشه پای حرفات بشینه، باید یه آدم داشته باشی که حاضر باشه حرفای تو رو بشنوه و کاری که بهش میسپاری رو انجام بده. خودش اهل همون کشور باشه، با دین اونها، با مذهب اونها، با فرهنگ اونها، با زبان اونها هم محلی هم باشن، نه منی که هفت پشت براش غریبم. کافیه این آدم با تو رفیق شه. این ظرفیت رو در آراد بشناس، اینا رو به عنوان نماینده های خارجی آراد و باشون رفیق شو، نه با خارجی های اونور. نمیتونی تو، نمیتونی. اینها چون آرادی هستن با تو رفیق میشون، چون تو هم آرادی هستی. ما یه واژه‌ای داریم اسم آرادی، یعنی تو هم آراد رو به رسمیت شناختی قبول داری، اونم آراد رو به رسمیت شناختی قبول داره، انگار هر دو تا یک کشور باشیم با هم دیگه. ما دنیا رو اینجوری به هم دیگه متصل کردیم. فدات بشم، از این ظرفیت استفاده کن. برو اسلاید بعدی. آیا خودم میتونم مذاکره کنم؟ بله. چی گفت نمیتونی؟ هم تو ایران میتونی، هم تو خارجش میتونی. درک طرف مقابل، اولین شرط مذاکره درک. همه میگن ما مدرک داریم، دکترایم. میگم آقا مدرک نمیشه، پس بردار. درک میتونی بکنی طرف مقابل رو؟ نری حفظش کنی، پول بده، بیا بخر. اینجوری نباشی، میتونی چه این شخصیتی نباشی، سرویس بدی و پول نخوای و پولو بذاری پشت پرده. فکر کنم خیلی از عزیزان تو ایران و کشورهای دیگه این مدلی من رفتارها دیدم، شهر زیاد میبینم. یک کاری میکنه سری مزد میخواد، انگار کارو برای مزد میکنه. میشه بهترین باشی، مثل خیلی از فوتبالیستا، خیلی از بازیگرها که دوست دارن بهترین اون حوزه کاری خودشون باشن، چون اگر بهترینش باشن میدونن پول پشت پرده بهشون یه عالمه هم داده میشه. اما بازیگری بره بگه پول من چی؟ پول من بده، پول بده دیگه، پول. هیچ کارگردان، هیچ تایکانی باش کار نمیکنه. یه فوتبالیست بگه پول، قرارداد چند؟ پولمش رو نمیدیم، پول بدیم، پول بیا بخر دیگه، منو بخر. هیچ جایی باهاش مذاکره نمیکنه. میری به تامین کننده میگی آه پول من دیگه، بار فروختیم، پولم بده، پول. هیچ تولید کننده ای با چنین شخصی کار نمی کند. این رفتار یک رفتار خز و چیپ هست. نکنید خوبای من، نکنید. آبروی برند خودتون رو زیر سوال می برید. پول یواشکی پشت پرده اصل نیست، فرعه، باید رد و بدل شود. شما پول رو اصل می ذارید در تجارت، در همه بیزینس ها پول میآید میرود، زیادش هم هست. تو اصل تو ببند، یک تاجر خوب باشی، به تاجر خوب پول خوب میدن. ببند با خودت اینو. پس درک طرف مقابل اصل اول، اصل دوم صحبت در رابطه با خواسته ها، اصل سوم آمادگی برای شنیدن نظرات مخالف. ما تو میتینگ های یک شنبه یه سری جلسات داریم، یک شنبه ها من میرم انقدر حال میده، کرک خنده است، میرم بچه ها رو اونجا به چالش میکشم، انقدر باهاشون مخالفت میکنم، انقدر با اینا مخالفت میکنم،
بعضیتون هستید میدید خوب میخندید میخندن اینا رو بعد اونجا باشی ببینی انقدر باش مخالفت میکنه انقدر اینو به چالش میکشم تا ببینم کجا میخواد در بره میخواد چیکار کنه. یکی از اصلهای مذاکره اصل مخالفت شنیدن مخالفت مشتری بتونی باش مقابله کنی. آماده وصلی؟ میخوام مخالفت کنم. این داستان گالیور بود. من خودم میدونم یه چنین شخصی میخوام بشم برات بیام باهات مذاکره کنم میتونی از پس من بر بیای؟ اینو اونجا تمرین میکنیم. اصل چهارم هنر خوب گوش دادن. خوب بشنوم داره چی میگه طرف مقابلم، درکش کنم. با خوب شنیدن اتفاق میفته، با خوب دیدنه. و همین رو فهمیدم هدفمند سخن بگم. ما تو جلسه شورامون به بچهای شورا گفتم، گفتم 7 دقیقه بیشتر وقت نداری، تو 7 دقیقه جنبندی کن. تو 7 دقیقه دو ثانیه بیشتر بچه حالا هستن اونجا اجازه نمیدن، اجازهشون بپرسید. دو ثانیه بیشتر اجازه نمیدن، 7 دقیقه فقط جنبندی باید بکنی. هدفمند صحبت کنی، نه اینکه اینجا بخوای برام خاطره بگی، داستان بگی. هدفمند من از سناریو شروع کردی، از کجا داری کجا میبری؟ سناریو هم داری الان جلسه امروز رو دقت کن سناریوشو، تو رو از کجا آوردم تا کجا ادامه داره، فیلم تموم نشده هنوز. برو اسلاید بعدی، برو بعدی. مرحله آخر قرارداد و دریافت پوله. من میگم آخر، تو میگی یکی مونده دو تا مونده به آخر. از نگاه من آخر، جلوتر توضیح میدم چرا. قرارداد و دریافت پول قسمت آخره. آقا این قرارداد امضا، پولو بده، پولو بده. خودش میده، یعنی تو نیازی نیست بگی پولو بده، خودش میو قرارداد امضا کنه بفهمه بعد دارن واریس کردن دیگه. شماره کارت بدید و همه چی اوکی، خودش میده. برو اسلاید بعدی. پولو گرفتیم چیکار کنیم؟ تازه آماده کن بارو بفرست بعدش. تازه الانه، زمانش الانه. چرا سایپا و ایران خودرو میبرند و تولیدی های دیگر شکست میخورند؟ تا اینو میگم سری بعضی میگن که یونیکنس. استاد شما یاد گرفتیم یونیکنس انحصاره. خب شرکت دیگه چون نیستن، دلیل نیست. شرکت دیگه هم الان هستن، یه عالمه الان شرکت دیگه هم اومدن، دلیل این نیست فدا بشه. همه شرکت دیگه میگن یه مقدار پول بده ماشینو بگیر بعدم پول بده. سایپا ایران خودرو میگه پول میده، پول میدی اول، 6 ماه بعد نمیدونیم بهت فرقو میدیم، چه رنگی میدیم، چی میدیم معلوم نیست. تو اول پولو بده، بعدا ما نگاه میکنیم تورم در اون زمانی که بخوام به تحویل بدیم چقدر میشه، بعدا با حساب میکنیم. هر وقت پولو کامل تسویه کردی به تازه میدیم جنسو. استراتژیست میبرد. بله این مدل به خاطر این سری انحصارام هست، نمیگم انحصار نیست، انحصارم هست، ولی رمز موفقیت این قسمته. اول پولو میگیرن بعد کالا رو میدهند. اول پولو بگیرید، کاری کنید مشتری اعتماد کند. اعتماد فقط لازمه، فقط اعتماد لازمه. میخندی همه خود شما هستی میری پراید و سمند و پیج و ثبت نام میکنی، میخندی. او اعتماد رو به دست آورده، فدات بشم، ولی به شرکت دیگه اعتماد نمیکنی، همین پول تو بگی. میخندی برام، تو اعتماد کاری کرده بهش، اعتماد کردی. بانک ها کاری کردن، شما اعتماد میکنید بهشون، پول میدید، پول خودتو، پول خودتو میری از بانک بگیری، میگی 200 میلیون بیشتر درخواست بدی بهت نمیدیم. برو سند بیار، برای چی میخوای پول منو میخواستی بگیری سند نخواستی؟ پول خودمو میخوای بدی سند میخوای؟ بله پولو بگی، پولو میگیر اول، پولو میگیره، حالا میخوای بده سند بیار. 201 میلیون میخوای، برای چی 201 میلیون میخوای؟ خدا نکنه که آخر ماه بخوای پول تو بگیری. نه الان آخر ماه که، آخر ماه که ما اصلا پول نمیدیم. ای اول ما میری، میگه اول ماه، اول ماه اصلا بانک پول ندارن که. این چی میگه؟ پول خودم فدات بشم. برای همین میگم 5% برن بانک میگه آقا ورشکست شدی. تازه بعد از دریافت پول بار، حالا یا آماده شده از قبل، یا آماده میشه، بسته‌بندی میشه، میره کارهای سندسازیش و گواهی مبدأ و کارهای دیگه‌اش انجام میشه، بار در واقع صادر میشه، گواهی مبدأشو میگیریم و بارگیری، ارسال، ترخیص از گمرک، تمام. تمام این معامله تموم شد. برو سایه بعدی، وقت نداری، من چند تا مونده سری بگم. تو صادرات یه پکینگ لیست خیلی مهمه. تو صادرات با بازار داخل فرق میکنه. شما باید همه چیزو در صادرات مستند داشته باشید. یعنی نمیتونی بگی به والله قسم من یه باری بهت میدم، نمونهشو کسی بهت نداده باشه. به جان خودم، به جان این بچه کوچیکم، این نمیدونم تارمو، این سیبیل، از این حرف تو صادرات فدات بشم. نداریم بازی احساسی با اون خارجی که اصلا نه زبون تو رو میفهمه نه در نیار، فدات بشم. این ایرانی بازی من اسمشو میذارم، ایرانی بازی برای کشورهای دیگه در نیار، اینجا خریدار نداره، نکن از این مدل‌ها.
من نمیدونم از چی کمتر باشم اگه بارو بهت بد بدم. من نمیدونم فلان اینا اینجا پکینگ لیست مستند کنم ببینم چی میدی بابا. مستند همه چی از تو مستند میخوان در صادرات. قبلش که پی آی باید زده باشی، زمانی که پول گرفتی حالا باید بحث کامرشال اینوایس یا همون دیگه فاکتور رسمی رو صادر کنی بهش بدی. بعدش تازه میدی از اتاق بازرگانی بحث سرتیفیکیت اف اورجین یا همون گواهی مبدا رو میگیری و دیگه تمام. تا این گواهی مبدا رو فرد نداشته باشه اصلشو، بار به اسم اون در مالکیت اون نیست. اینو در جریان باشی. گواهی مبدا بسیار مهم است. و بحث بارنامه رو خیلی از عزیزان میپرسن. حالا تو بحث کشتی بر رسید بعدی، تو بحث کشتیرانی مهم میشه بیل آف لیدینگ. بارنامه است که خود شرکت کشتیرانی صادر میکنه. زمانی که گمرک میدی بار رو میخوای تحویل بدی به شرکت حمل و نقل کشتیرانی، برای چی بارنامه صادر میکنه؟ بی علم در اصطلاح بهش میگن. اینا در جریان باشین اصطلاحاتو بدونید. بارنامه صادر میشه که خود بارنامه رو در انتها خود کاپیتان کشتیرانی در واقع امضا میکنه. تحویل شماست یه نسخه، یه نسخه مال خودش، یه نسخه مال گیرنده است در واقع. در سه نسخه تحویل میدن. برو استادی بعدی وقت نداریم. فروختیم؟ فداد بشم. چرا به کسی که فروختی ولش کردی؟ چرا ولش میکنی؟ چرا ولش میکنی؟ چرا ولش میکنی؟ ما برای پیدا کردن یک مشتری کلی رنج کشیدیم. برای اینکه تو باش مذاکره کنی پول بشه کلی تلاش کردیم. چرا رهاش میکنی؟ مگه یه بار مصرف بود؟ او تاجر بود خودش. بار دوم، بار سوم، این نباید قطع بشه. قطع میکنید شما. شما به یکی میفروشید ولش میکنید. میگم چرا ولش کردی؟ میگم آره هر وقت خودش بخواد میاد دیگه. مگه اینجوری نیست؟ نه اینجوری نیست. بیزینس اینجوری نیست. ما شما رو ول کردیم. گفتیم هر وقت خواستید به ما پول بدید خودتون میاید. کدوم یک از شما خودش برگشت به ما پول داد بدون اینکه ما پیگیری بزنیم؟ یکی بگه من رسما خودم پول دادم. یه دونه من ندارم. ما هی پیگیری زدیم. امروز تاجر هست تو آراد اینجا، همین هست تو میتینگ. 8 سال 9 سال 10 سال مونده پیگیری از بس زدیم. تو فکر کردی ما الان یک سال ما مدیر ارشد غیب بشیم؟ یک سال چیه؟ به سه ماه همتون میرید. سه ماه چیه؟ دو روز. الان اعلام کنیم رسالت که اصلا مدیر ارشد نیست. به دو روز همتون رفتید. بای بای. از بس پیگیری زدیم. تو مشتری رو ول کردی میگی خودش بخواد میاد. این چه فکتیه؟ این از کجا میارین سب استراتژی بیزینس رو؟ به منم یاد بده واقعا اگه خودش میاد. من یاد بگیرم از شما. طرف همایش برگزار کرده میگه من 400 تا انتظار داشتیم 100 تا اومد. تو فکر کردی ما همایش برگزار میکنیم پر میشه؟ این توقع مدل استراتژی شما رو میچینیم. همش همین فکر کردمه. فکر کردن هاتون شما رو نابود میکنه. فکر کردم اینجوری میشه. میشه فکر نکنید بپرسید به جاش که استاد میخوام یه همایش پر کنم باید چه کنم؟ بدونید هر 4 نفر که دعوت کنید در یک همایشی 3 تاش نمیاد. شاید یکیش بیاد. 4 تا زنگ 3 تاش تازه نمیاد یکیش. 4 تایی که گفتم میای ما، 4 تایی که به شما بگن میایم یکیش میاد. این قانون هم اینجا یادم باشه به شما بگم که بدونید هر وقت یه جا خواستید دعوت کنید در یک بیزینسی همایشی گذاشتید بقیه رو خواستید بیارید تو بنگاه خودتون مراسمی به همه زنگ زدی 4 تا یکی. حالا برای خود ببین، مگر اینکه خیلی وفادار باشم به شما که همش بیاد 100 درصدش بیاد. این 100 درصد که امکان نداره بیاد. تکنیکی به شما در پادکست ها یاد دادم به اسم NPS Net Promoter Score. آقا شاخصی داره مشتریان ناراضیتون، مشتریان منفعلتون، یعنی اصلا ناراضی هم نیست خوشحال هم نیست، این وسطه که اکثرا شاید اینجوری باشن، و مشتریان پروموشن شما ترویج میدن شما رو. چرا تو بیزینس های شما هیچکی نیست درباره بیزینس شما حرف بزنه که بیاد با شما کار کنه؟ تو ترویج دهنده نداری. ما تو آراد دنیای آدم داریم ما رو ترویج میکنن، شما نداری. نداری، هزینه هات میاد بالا، بعد میگی من از پس هزینه ها بر نمیام. چون نمیسازی مشتری پروموت برای خودت. یاد بگیر آقای تولید کننده، آقای تاجر یاد بگیر، خانم تولید کننده، خانم تاجر یاد بگیر این موضوع رو که من چه کنم مشتریان برای مشتری بیاورند، چه کنمش یاد بگیر. من دنیای آموزش دادم اینا رو. هزینه ها جذب مشتری جدید عزیز من 6 تا 7 برابر گرونتر برات در میاد تا حفظ مشتری قدیمی. قدیمیاتو ول نکن، کلی برای اینا پول دادی یادت نمیاد. من میخوام یه بار برات بیزینس پلان بنویسم که ببینی چقدر پول دادی برای جذب یه آدم که فقط با تو کار کنه و تو ولش کردی. برو استاد بعدی.
فروش همونطور که پیشتر در جلسات قبل توی جلسه پروموشن دو هفته پیش توضیح دادم، شبیه بازی فوتباله، تیمیه، از تیم تولید، تیم لوجستیک، تیم مذاکره، تیم فروش، خوب دقت کن، تیمه. شما مشخص کن کدوم تیم در کدوم قسمت، پوزیشن، جایگاه بازی میکنی. اگر تو فروشنده و تاجر هستی، تأمین کننده گروه دیگری هست، بدون تأمین کننده اصلا نمیتونه خودش بفروشه، نمیتواند خودش صادر کند، هزینش بالا میاد، اصلا نمیتونه فکر کنه، فکر نمیتونه بکنه. تو باید الان امروز دستگاهش خراب میشه، فردا مواد اولیه مشکل میخوره، پس فردا یکی دستش میره لای چرخ، پس این فردا اون مرخصی میخواد، این میاد نمیدونم چی میکنه، اون یکی داره مالیات میاد. این تولید کننده نمیتواند فکر کند، حتی تو فکر رو از یکی بگیر نمیتونه هیچ کاری بکنه. بعد میگه چرا ایرانی‌ها اینقدر داغونن؟ چون فکر رو از ایرانی‌ها میگیرن، فکر میگیرن. شما شبکه خبر بزن، امکان نداره یه خبری ببینی که درگیر حاشیه نشوی، امکان ندارد. تو رو درگیر حاشیه میکنم، من برای همین فریاد میزنم آقا اخبار گوش نده، نبین. تو باز میری میبینی، میگه 23 چی داره، نمیدونم فلان شبکه خارجی چی داره. فکر رو از تو بگیرن تمام، از تو مرده میشی، تو برای اونها کار میکنی، حواست نیست. یک فروشی کسی که در خط حمله بازی میکنه، یه سری وظایف داره، اینا رو فقط یاد بگیر، ذهنت نره جای دیگه. برند سازی کنم، اعتماد مشتری رو دست بیارم، با مشتری که اومدش حالا باید مذاکره کنم، مذاکره کردم پیگیریش کنم، پیگیری کردم پول بگیرم، قرارداد ببندم، حالا وفادارش کنم. همین استاد، من الان 5 روز 10 روز درگیر اینم که برم باش اینجوری بسته‌بندی کنم. این تفکر خدمات پس از فروش است، خدمات فروشی ها نیست. تفکر فروشی ها می روند برای دریافت فروش، برای اون پول در واقع، نه خدمات بعد از پول. همه تو ماشاءالله عاشق خدمات پس از فروشی، چون راحته. تو دفاع بازی کردن 5 نفریم دیگه، 10 نفریم. فروختن سخته، همه رفتن چی؟ قسمت دفاعی دارن برای ما بازی میکنن. خسته نباشی دلاور، تو فکر کردی چی خیلی قوی شدی؟ برم تو بخش تامین، من برم تو فلان و فلان. تو میدونی چه خبره، میدونی اونجا راحته، فروش سخته. یه فروشی تمرکزش از غیر این 6 تا خارج بشه نمیفروشه، تاجر موفقی نمیشی، فدات بشم. تمام ذهنتو ببن روی این 6 تا، یک به ترتیبم بد دادم، بدون کدوم مرحله گیر کردی. فرمول ثروت اینه، پول میخواد، پول تو این قسمته، پول تو خدمات پس از فروش نیست. داری فکر میکنی گوشی چی بخرم، میزم چه شکلی باشه، صندلیم چی باشه، اینا خدمات پس از فروشه، اینا همش لذته و پولم توش نیست. پول توش نیست، پول میخوای این قسمت رو فقط بچسب، فقط این قسمت. یه جلسه دیگه مفصل صحبت میکنم، برو اسلاید بعدی. و نکته آخر تولید. برای تولید کننده ها میگم، اینو شما به تولید کننده هاتون بفهمونید، تولید بدون فروش معادل تولید زباله است. تولید بدون فروش، الان دیدم اینو، یه عزیزی اینو برای من آورده، تولید میکند صادر هم میکند. الان یکی میگه استاد مگه روغن کنجد میشه صادر کرد؟ بله میشه. کلن کالاهایی که شنیدید صادراتش ممنوعه، دو تا دلیل داره. اصلا بحث تحریم های یه بحث ممنوعیته، تحریم رو کالا نمیخوره، مگر یه سری محصولات پتروشیمی و محصولات فولاد و داستان های این تیپی. تو کالاهای غیر نفتی اغلب که صنعتگر داره تولید میکنه، یا به دلیل شرعیات ممنوع است که ما تو ایران همشو ممنوعیم، یعنی خودمون اصلا به عنوان موارد شرعی اینو نمیفرستیم. دو، به دلیل قوانین صادراتی اینو ممنوع میکنه، یعنی شرع باش مشکل نداره، قانون حاکم ممنوع میکنه. مثلا میگه گندم، آرد، شکر، مثل ممنوع، خوراک دام و طیور، نهادهای دامی ممنوع، مثلا روغن‌های خوراکی ممنوع. مثلا همه اون ممنوعهایی که شما شنیدید در قانون دلیلی داشته، و اگر دلیلشو برای اون قانونگذار تو، که خود قانونگذار هم دلیلشو میگه در کتاب قانونش، که راه نشون میده که اگر این کار رو بکنید ممنوعیت حذف میشود، یعنی دیگر ممنوع نیست. نمونش همین روغن، اینا رو نمیخوام امروز براتون باز کنم. تولید بدون فروش، این بزرگوار خیلی حرکت قشنگی زد، گفت استاد این
برای سمپل هایی که برای مشتری خارجی میفرستیم سمپل درست کرد، کوچولو، نمونه کوچولو با بسته‌بندی خیلی شیک، که اول طرف کیفیت رو ببینه، خیال جمع بشه از کیفیت، بعد میریم تو سایزهای بعدی هم صحبت. تولید بدون فروش، تولید بدون فروش، من تولید کنم اینا رو، این گوشه فقط تو انبار بمونه، همانند معادل تولید زباله است. اینو از من به یادگار داشته باشید، آسیب داره میزنه کشور ما. از وقتی خواهان نداره، متقاضی نداره، زباله تو خیابون رو بریزن، تو متقاضی داری میری دریافت، خود زباله بعضا میان دریافت میکنن. نمیخوام در باره زباله صحبت کنم، اما نکته این تولید زباله ایست که هیچکس نمیخواد، بومیده، هیچکس طرفدار نداره، متقاضی نداره. نکنید، شما تجار هستید که گرداننده ی روزی خداوند بر روی زمینید. عزیزان من، این حرف من نیست، حرف امام علی علیه السلام. به مالک دارید، من تو کتابم آوردم. حواست به تولید کننده اگر میخواد باشه از طریق تاجره، چون تولید کننده فقط تمرکزش تولید، توی تاجری که باید کالاشو صادر کنه. این که رهبر کشور میگه آقا مشارکت، با مشارکت مردم رشد تولید، با مشارکت مردم، مردم بیان خواهد چیکار کنن، اون رفته تو پولش گذاشته تو بورس. عزیزم با تولید چگونه رشد میکنه؟ زمانی که بفروشه. چی داری میگی؟ تولید زمانی رشد میکند که بفروشه دیگه. فروش کجاست که از کشور دیگه پر، مردم انقدر روغن خوردن سیرم، مثلا مردم انقدر گوشی دارن بستشونه، مردم انقدر ماشین، این بعد یک اضافهش باید صادر بشه بره کشورهای دیگه که پول بیاد، از خانواده دیگه بیاد تو خانواده ما. مردم باید بیان کمک کنه، این تولید کننده ها چی کالاشونو بتونن صادر کنن. تولید کننده از خداشه میگه با برند تو هم شده، من چاپ تو فقط محصول منو ببر، من پول چی نیروها مونده، حقوقش رو ندادم سمو، هی دارم اخراج میزنم، هی مشکل مالی خوردیم، دولت هم وام نمیده از این سم، وام بده تورم. نمیخوام وارد این بحث های اقتصادی کشور بشم، برو اسلاید بعد، تمام دیگه، تمام. امیدوارم این دو ساعت رو در کنار هم خوب درک کرده باشیم. میتینگ امروز نیاز هست مجدد بازبینی بشه، همه موارد رو بفهمید، به خصوص بنگادارها، جلساتی که میگذارید برای اعضای دیگه از اعضای آراد، مردم میرید در همایش ها، در جای دیگه سخنرانی میکنید، تو اتاق بازرگانی سخنرانی میکنید، لطفاً حرفای امروز من رو به خوبی درک کرده باشید و این فایلش هم از بونگا میدم، در اختیار بونگا میذارم، از بونگا میتونید دریافت کنید، هر جا خواستید پرزنت کنید، بتونید از روی فایل قشنگ درست کارتون رو پیش ببرید. دوستتون دارم، تا جلسات دیگه شما رو خدا میسپارم، فردا شب هم شما رو امیدوارم در مراسم ببینم. دوستتون دارم، یا علی، خدا نگهدارتون.